خب یه چند دقیقه ای راجع به جلسه قبل یا صحبت های قبل اگه کسی سوالی داره. من سوال دارم، یه جوابی هم برسم ولی تو منطقه بودن سوال جواب شک دارم، میتونم مطرح کنم؟ سوالتون رو بگیم. سوالش من سوالشون آره. سوالم این بود که مثلا پیامبر و ائمه این همه با به وسیله مردم اذیت میشدن، به خدا نمیگفتن ناراحت نمیشن، میگفتن این چه خلقی آفردین، چه وضعش، مثلا محبتشون به خدا کم شد. حتی جوابی هم به ذهنم رسیده اینجوریه که جوابش مثلا از بر میدونن که خدا چقدر دوستشون داره، چقدر شاید دوستشون داره، همون دونستن باعث میشه محبتشون به خدا زیاد شه و خلق هم به خاطر اون واسطه که مخلوق خدا دوستش بشن. جواب سوال درست منطقی. آره، هر چقدر که معرفتشون نسبت به خدا تو کمال رتبه بالاتری داشته باشه، ببین اذیت شدن دو تا معنا داره. یه بار شما برای خودت اذیت میشی، یعنی خودت آزار میبینی، این نقصه. این که تو خودت از کوره در بری خسته بشی، بوده، تو انبیا هم بوده. برای همین خدا توی قرآن صریح به پیامبر میفرماید که ولا تکن کصاحب الحوت، از کوره در نری، یا غضب نکنی به مردم، ها کم نیاری. ها خب تو قرآن داستان هایی که از انبیا هست خیلی هاشون بالاخره کم آوردن. البته که اگه امثال ما جا انبیا بودیم یه ساعت هم نمیتونستیم تحمل کنیم، اونا حدشون بالاست. ولی خب بالاخره حالا تو رتبه خودشون هم یه وقت برای خودت اذیت میشی، یه وقت برای طرف اذیت میشی. راجب پیامبر میگه عزیزان علیه ما انتم، خار به پا شما میره اون نالش بلند میشه، اون آزار میبینه از زمین خوردن شما. این کماله، این نوع آزار دیدن. این که پیامبر فرمود هیچ پیامبری اندازه من اذیت نشد، یعنی هیچ پیامبری اندازه من خلق خدا رو دوست نداشت. وقتی شما یکی رو عاشقشی، خب وقتی زمین خوردنش رو ببینی میریزی به هم دیگه، بیشتر میریزی به هم. شما توی کوچه یه خانمی مثلا بخوره زمین، به خاطر وجدان و محبت و لطافتی که تو درونتونه اذیت میشید. ولی اگه اون خانم مادر خودتون باشه خیلی بیشتر اذیت میشید. البته این نقصه ها باید همه رو مادر خودمون بدونیم، ولی حالا اینجوریم فعلا تو این مثال. خب چرا بیشتر اذیت میشی؟ چون بیشتر به اون محبت داری. خب حالا وقتی بی نهایت عاشق مخلوقات خدایی، از این که میبینی عقبن، از این که میبینی نفهمیدن داستانو، تو پیچ و خما گیر کردن، کوچولو موندن، میریزی به هم دیگه. نه برا خودت، واسه اونا. گرفت شد؟ دوتا نوعش بوده در انبیا. نوع اولش نقصه، برای همین خدا گفته نباشید این مدلی نباشید. حتی انبیا رو توبیخ کرده یه جاهایی که چرا کم آوردی، مثل جناب یونس سلام الله علیه که خدا میگه اصلا یعنی چی؟ همین مردم رو ول کردی رفتی؟ رو چه حسابی؟ یا مثلا جناب نوح سلام الله علیه. حتی حضرت نوح چون یه بار ازم شکایت کردی، یه ذره مراعاتشو میکنم. یکی از جرمان بود میگه توهین کردی به حضرت نوح. گفتم چه توهینی کردم؟ خب شما حضرت نوح رو از داستان نوح بردار، خیلی بزرگ حضرت نوح ها، هزار تا بی خاصیت مثل من گرد پاشم نمیشن. اما بالاخره قرآن اومده یه آینه بلند بالایی مثل پیامبر رو گذاشته، خب بقیه جلوش قد کوتاه به نظر میرسن. این که دیگه دست تقصیر من نیست که. شما تو داستان جناب نوح سلام الله علیه، شما ایشونو بردار، پیامبر ما رو بذار جاش، بی خیال امت میشه؟ نمیشه. بعد حالا رو کشتی سواری، بچه خودتو میبینی، دیگران رو بچه خودت نمیبینی؟ پیغمبر ما اینجوریه، فرمود انا ولی ابا و عادل ام، ما پدر همه ایم، یعنی همه تونو فرزند میدونیم. و اون وقت نه اینکه فرزند میدونیم که مثل بابای ما ممکنه بین بچه‌هاش اختلافی بذاره، مثلا نه که بابا من میذاره، مثال دارم میگم، مثلا ممکنه یه کسی بابا باشه بین بچه‌هاش فرق بذاره، نه، یه پدری که عاشق بچه‌شه. امام رضا علیه السلام تو اون حدیثی هست که برای شأن امام و اینا صحبت میکنه، میگه الامام انیس الرفیق والد شفیق اخون شقیق ام البرت بالبلد السلام. میگه امام اینه یه پدریه که بی نهایت عاشق بچه شه.
عین برادریه که عشقش برادرشه، عین مادریه که همه محبتش رو مثلا بی توقع خرج نوزادش میکنه، یه حال اینجوری داره. پس دو نوع آزاره، یه آزاریه که برای خودت اذیت میشی، این نقص بوده، متاسفانه بوده، این نشون میده که در خداشناسی نقص وجود داره، به کمال نرسیده. اما یه آزاره برای این که میبینی طرف حالش خرابه، از اینکه حال اون خرابه حالتو خراب میشه. این خوبه و هر پیامبری اینو بیشتر داشته باشه دمش گرم. این اتفاق خوبیه. خب کسی دیگه سوال داره؟ جناب خب همین تعدادم بسته دیگه. ببین نسخه ها بی تأثیرن مردم بهش عمل میکنن. خب شما اگر که عمل به نسخه رو رو پایه معرفت گذاشته باشی، هیچ وقت حاضر نمیشن به نسخه ای که شما رو رشد نمیده عمل کنن. اما یه وقت عمل به نسخه رو ترس گذاشتی یا رو طمع گذاشتی. ببین خیلی ها من دیدم مثلا میگه که نماز رو برای چی میخونیم؟ میگه آره ما که نمیفهمیم، بخونیم شاید الان برای چیزی باش دادن. یعنی یه طمعی داره تو وجودش، فکر میکنه حالا این که گفت که داشت اذان میگفت، طرف شنید گفت وایسا ببینم چی میگی، گفت دارم اذان میگم، گفت ها اذان چیه؟ گفت چیز بدی نیست، مردم رو دعوت میکنه به عبادت و به نماز و به کار خوب و به عمل صالح و به این چیز. گفت خب برای گوسفندای من ضرری نداره؟ گفت نه. گفت پس بگو. طرف به خودش میگه آقا حالا ضرری که نیست توش، که این چه ضرری داره، حالا میخونیمش دیگه، یه وقتی دیگه چیزی دادن. یعنی رو طمعه یا نه رو ترسه، میگه نکنه نخونیم یه جا پوستمونو بکنن. آدمی که رو ترس و طمعه ممکنه یک عملی که هیچ خاصیتی هم نداشته باشه رو چکار کنه؟ انجام بده، چون رو ترس و طمعه. در اصل محرکش اون ترس است یا اون طمعه است. اما اونی که رو معرفت یک کاری رو میکنه وقتی بدون خاصیت نداره انجام نمیده. یا چی انجام بده؟ یه جاهایی هم گول بزرگاشون رو میخورن. یه آدم خوبیه، به یک آدابی مؤدبه، بعد اینا میگن خب این آدم خوبه این کار رو میکنه حتما یه چیزی داره دیگه. نه، ممکنه آدم خوبم اشتباه بکنه. یه جاهایی هم کلاه آدم خوبا سرشون میره، آدم خوبایی که متاسفانه کاراشون یا رو ترس یا روی طمعه. آدم خوبیه یعنی از دیوار مردم نمیره بالا، میگه فلانی عادله ولی کافره. گفت چطور عادله؟ گفت حقا کسی رو نمیخوره، ظلم نمیکنه اینا. گفت چرا کافره؟ گفت خدا رو نشناخته. یه وقت کلاه بزرگاشون سرشون میره، مشکلی دیگه. خب آقا اون در رو بستی شما؟ گفتم نفر بعدی در نزنه. آره دستت درد نکن. آره قربونت باشم، من حواسم هست بجاش. پیامبر ثواب نداشته اون موقع، منابع زیادی بود در اختیار نبوده، پدر مادر هم نداشته که مثلا هم شما خودتون خیلی از معارفی که بهش رسیدید تو هیچ کتابی نخوندید. باشه الان از شما یه سوال میکنم، حافظ تو کدوم دانشگاه درس خونده؟ خب باشه میدونم حالا یه منبعی به اسم قرآن بوده، همین منبع قرآن دست ما من و شما هم هست، ولی ما حافظ نشدیم.
مادر بزرگای ما خیلیشون سواد خوندن نوشتن نداشتن، ولی تا دلت بخواد معرفت داشتن. از کجا آورده بودن؟ اونم یه علم دیگه، حتما که نباید توی کتاب بنویسنش که. معارفی که بچه ها ما که میدونید ما اینجا کلن اصلا آدرس نمیزنیم که کسی نیاد، این که درم باز میذاریم همین هفت‌هشت تا بچه های خودمون بیان. حالا شما الان اینجا 20 نفر شدیدن، 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27 خب اگه واقعا کار مثلا گرم اینجا اومدید جاتون گرم باشه، پایین گرمه آقا، غذا هم داریم اتفاقا. اگه نه اومدید چیز گوش کنید، من واسه دیوارا سخنرانی نمی کنم، من سخنران اجلاس نیستم که مثلا بهم بعد تایم داده باشن آقا 40 دقیقه بیا صحبت کن، یارو صحبت میکنه میخواد کسی گوش کنه میخواد کسی گوش نکنه. اون بالا هم دیدی میرن یه جایی وای میسن که ملت هم نمیبینن، اون صحبتشو میکنه بده. من با شماها صحبت میکنم، اگه قرار باشه شما خودتون با هم دیگه صحبت کنید که خب من برای کی دارم صحبت میکنم؟ خب من ساکت میشم، حرفاتون تموم شد، اگه دیدی حرف من به دردت میخوره با هم صحبت کنیم. اگه نه، نه وقت منو بگیر نه وقت خودتو. ما که دنبال جمعیت نیستیم که به دردمون نمیخوره، کاری نداریم با جمعیت، هیچ کاری با جمعیت نداریم ما آقاش، هیچی. ولی اینجا یه سری دوستان میان هر هفته وقت منو میگیرن، وقت خودشونم میگیرن. اینشو نمیفهمم چرا میان، اینش دلیلشو واقعا درک نمیکنم، چون نه خبریه، نه اینجا پول تقسیم میکنیم، نه غذای لوبیا درست کردن بچه ها، اونم واسه اینکه دست خالی نرید. لوبیاس دیگه بیرون گیر میاد، خیلی هم الان به یادم تعارف کنی نمیخورن. اونم واسه اینکه الان وقتی کسی از جایی اومده باشه مثلا دیر وقت میشه اینجا ضعف نکنی، اونم بین منبر پخش میکنه. اون هفته فرنی بود، نمیدونم چی بود دادن، در این حده. نه خوراکی هست نه چیزی، فقط حرف داریم واسه گفت، حرف حرفم گفتگو داریم. من که برای دیوار سخنرانی نمیکنم که، واسه شما دارم حرف میزنم. الان پرسش و پاسخ دادم با شما، اگه حواست نیست و میخوای بری تو گوشی تو نمیدونم چیکار کنی و فلان و اینایی که دوستان گفت من یادداشت میکنم تو گوشی، بعدا لایوش سیو میشه، برو نگاه کن یادداشت کن. من کلت تو گوشیه فهم میکنم داری ور میره با گوشی، یا صحبت میکنی اینجا ساکت صدات میاد. خدا خیرت بده، منم سعی کردم آدم خوش اخلاقی باشم، گیر ندم خیلی و اینا، ولی خب دست خودم نی، حواسم هست. الان آقا درو بست، من فهمیدم که درو بستی آقا، واکن الان که در میزنه و میاد میونه جلسه دست میکنه، مثلا چی داریم میگیم، لایو داریم پخش میکنیم. بعدم پاتم دراز کن، خسته شدی، هیچ اشکالی نداره از نظر من. نمیخواد جا اوتو کشیده بشینی. من اون روز گفتم اینایی که با یه لباس مثلا لباس پلوخوری میان انگار نیومدن حرف گوش کنن، چون لباسی که تنته نمیتونی یه ساعت بشینی رو زمین. من اینجا صحبت میکنم تا حرفم تموم شه، چون پولی نیستش که بگم پول گرفتیم 40 دقیقه صحبت کنیم دیگه، چلی یه دقیقه صحبت کنیم، پولی ریز که تا وقتی حرف داریم صحبت میکنیم، یه وقتی تا دو نصف شب هم طول کشید. خسته شدی برو پایین دراز بکش، صدا میاد. چایی هم که داریم اون جلو در چایی هست، اصول بهداشتی هم رعایت کردن. اینا ببین قنداشون اینجوریه، اینا حالا کی گذاشته این تو قند، اونو نمیدونم، ان شاءالله دستکش دستش بوده. همه چیز هم هست، قشنگ پاتم دراز کن، راحت حرف داریم، فقط گوشت با من باشه. آره خدا خیرت بده، جای دیگه نرو. ببین معارف فقط تو کتابا نیست، تفکر که میگن بالاترین عبادته، اصلا نشونه مؤمنه. مؤمن منظورم کسی که ریش داره نماز میخونه روزه میگیره نیست، مؤمنه به حقیقت معنای ایمان میگه. میخوام به شما بگم معارف. بعدم یه چیزی، انبیا هیچ کدوم نیومدن بگن مردم گوش کنید میخوام یه چیزی بگیم که نمیدونستید. همه اومدن گفتن ما اومدیم برای چی؟ برای تذکر. تذکر راجع به اموریه که هست. مثلا الان من به شماها تذکر دادم که چایی هست، خب برو بریز بخور. یا مثلا لوبیا پایین هست، برو بگیر بخور، بکش تو ملاقه بریز توی ظرف بخور. نگفتم آقا میخوام از بیرون یه چیزی بیار، نه، یه چیزی که هست شما بهش توجه نداری، من شما رو بهش توجه میدم. شما تو درونتون فطرت، شما عقل دارین، تمام در و دیوار عالم معلم اینا چیده شده، یک ناظم حکیم چیده قضا و قدر رو که شما آگاهی پیدا کنید. در و دیوار به شما آگاهی میدن، تمام جنبنده های عالم معلم انسان، اگه گوشی برای شنیدن چشمی برای دیدن داشته باشه. مرحوم آقا
آقای بهجت میگفت دیگه، میگفت در و دیوار به اذن الله معلم من اگه گوش داشته باشید. حالا یه کسی گوششو باز کرده، چششو باز کرده، تمام این در و دیوار یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض دیگه، هر چیزی در آسمان و زمینه داره ذکر میگه. ذکر میگه یعنی چی؟ یعنی تو رو میرسونه به اون مقصد. گفت در حیرتم که پشت به محراب کرده ایم، در کشوری که قبله نما موج میزند. پیامبر یک انسان استثنایی نیست، یک انسان استاندارده. آدم استاندارد باید اینجوری باشه، منتها نه ما هممون غیر استانداردیم. یکی هستی هم که رو قاعده را میره میگیم چجوری متوجه میشه اینقدر ما نمیفهمیم؟ نه آقا، از عقلی که بهش دادن، از قدرت تفکر، از فطرتی که بهش دادن، چشمی که بهش دادن، گوشی که بهش دادن، چشمی که بهش دادن، گوشی که بهش دادن استفاده میکنه. همونطور که تو لول پایینترش مادر بزرگ، پدر بزرگای ماها استفاده میکردن. بعد یه دفعه یه جمله میگفت اونقدر حکیمانه بود فکر میکردی از جایی شنیده. نه از جایی شنیده، اصلا درس نخونده بود. قدیم 90% مامان بزرگا بابا بزرگا سواد خوندن نوشتن نداشتن، تو عمرشون یه بار لا کتابم باز نکردن. میگفتن سواد قرآنی، یعنی یارو فقط بلد به قرآن بخونه. قرآن هم که عربی یاد میگرفتن بخونن، که حالا اینجوری نبود که برام مثلا مفاهیم و ترجمه و تفسیر و تعویل و نمیدونم تفکر ده. اینجوری نبود که تو روند زندگی میرسیدن به اون حقایق. تو افتادن گفت قطره ای در جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم. اون ماه رو میدیدن، همون که پیامبر فرمود علیکم به دین العجایز. پیرزنه به استدلال داشت نون میپخ، داشت نون میپخ، فکر میکرد که من مادر این بچم. این پیغمبر میگه خدا ما رو از مادرمونم بیشتر دوست داره. خب من این بچم هر غلطی بکنه اینو توی آتیشه نمیندازم، پس این خدای نمیتونه ما رو بندازه توی این آتیشه. خوبه؟ بعد پیامبر داشت رد میشد، گفت آقا یه لحظه بیا کارت دارم. گفت آقا ببین این خدایی که تو میگی از من به این بچه مهربون تره. پیامبر فهمید بعد گفت ببین این بچه هر کاری بکنه من اینو نمیندازمش تو این تنور، این خدای تو ما رو میندازه تو این تنور. اشکای پیامبر ریخ رو صورتش. فهمو تو درست فهمیدی، اما ممکنه این بچه حرف مادره رو گوش نده، بره تو سرما سرما بخوره از درون بسوزه. بله ممکنه. بعد مادره چه کار میکنه؟ میاد همه تلاش میکنه تبشو بیاره پایین، این جهنم درونشو خاموش کنه، این کوره ای که داره اونو میسوزونه و درمانش بکنه. مادر این کارو میکنه، اما مادر بچهشو تو آتیش نمیندازه. حالا بچه تب کرده، مادر میگه من مقصرم، من این کارو کردم، باید جلوشو میگرفتم، باید چیکار میکرد؟ خود جلوشو میگرفتی بزرگ نمیشد که، نمیشه که بچه رو ببندی تو خونه در قفل کنی که، با بره بیرون بزرگ شه. این که به خودش نسبت میده از محبتشه، نه از این که مثلا واقعا من بچه این بلا سرشو بردم. یه جوری گفتم بچه، حالا اینه داستانش. تو قرآن هم میگه، میگه اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، هدایت کار من خداست، ابزار و وسایل که ناقصن. تو سوره اقرأ و ربک الاکرم، قرائت یعنی جمع کردن. شما هزار تا کلمه توی کتاب جمعش که بکنی مفهومش رو میفهمی که چی داره میگه. عالم رو جامع ببینی حقایقش رو میفهمی. حالا جامع نگاه کن به عالم، عیبی نداره، اما یه چیزی حواست باشه ها، و ربک الاکرم، دنیا ظرف کوچیکیه واسه این که خدا خودش رو به نمایش بذاره. درسته در و دیوار نمایش او هستن، ولی چقدرش؟ اندازه‌ای که آینن بازتاب میکنن دیگه، نمیتونن اون نور، اون حقیقت بی نهایت رو باز، چون اینا ظرفیتشو نداره، اون نور داره میتابه، اینا ظرفیت بازتاب اون حقیقت رو در اون لول ندارن. میگه نگاه کن به بازتاب من در عالم، اما حواست باشه خدا بالاتر از این چیزاییه که میبینی. اینجوری. خب چقدر شد؟ برای اولین بار سر وقت شروع کردیم.
نه مثلا گینس ثبت میکنن که یه بار منبر سر تایمش جوری شد. کسی دیگه سوال نداره؟ بگو مشتبه سال. مشتبه تو خیلی برام عزیزی، میدونی که قرار شد راجع به حرفایی که زدم سوال کنی. نه میدونم چه این چیزی که میگی یا که من نگفتم که خب حالا حرفایی که خصوصی با هم زدیم و سوالش رو تو خصوصی بپرس. این که علمای بله بعضی از علما جلوی امام زمان وای میسه، خب بگو ایبی نداره. خب آره دیگه آفرین، ها فهمیدم نتیجه حرفای هفته پیش رو داری میگی. این که ببین چه اتفاقی میفته، یه نسخه حالا تازه تو بهترین حالتشا، این که نسخه های جعلی به اسم اسلام اومده اون که اصلا یه داستانیه. شما فرض کن خود پیامبر یه نسخه رو برای اون جامعه گفته. خوبه؟ مثال براتون میزنم، جامعه زمان پیامبر خودشون رو نمی شستن. ببین اصلا راجع به فرهنگ عربستان مرکزی یعنی همین حجاز، میدونی اینجا تنها نقطه جهان فکر میکنم که آدم توش بوده ولی هیچ تمدنی نداشته. خیلی عجیبه، بادیه بادیه، یعنی اصلا بدون مردم، بدون تمدن، بدون تو، قابل تصور نیست واسه ما زندگیشون. برای همین فیلمایی هم که ساختن یعنی اصلا نمیتونن حقیقت رو نشون بدن، یه چیز جعلی درست کردن. مثلا شما نها کن نشون میده مکه در زمان تولد پیامبر همه لباس تنشونه. اولا غلام و برده ها رو کسان لباس تنشون نمی کردن، بعد مثلا قائل به این پوشش نبود. شما عکسای مستشرقین و مال زمان قاجار ایران، تازه ایران با یه تمدن چند هزار ساله. خوبه؟ عکسایی که این مستشرقین گرفتن از مردم کوچه و بازار رو وقتی میبینی مثلا به خودت میگی این چند سال هموم نرفته. شما برید داستانهایی که راجب هم اصلا تأسیس حمام، داستانهایی که راجب شستن خودشون هست توی همین راجب خودمون، اصلا من به اونجا کار ندارم، راجب کشور مثلا داستان نادر شاه هست. نادر شاه مثلا با یک سربازی، سربازه بهش گفت که مثلا نادر خوشتیب میدیده، مثلا احساس میکنه خیلی مرتبه، بعد بهش گفته که مثلا تو چجوریه مثلا شکار میکنی انقدر مرتبی؟ گفته من ماهی یه بار میرم حمام. مثلا نادر شاه ماهی یه بار میرفته حمام. بعد این گفته مگه مرغابی مثلا اینقدر میرفتیم؟ من کلا دو بار رفتم تو آب، یه بار گوسفند دزدیدم دنبالم کرده بودم مجبور شدم زدم به آب، یه بارم شب عروسی کلمو کردن زیر آب. مثلا شب عروسی بردن شستنش قیافه‌ای بشه. براتون قابل تصور نیست یه چیزایی مال 70 سال پیش مملکت خودتون. برو با بزرگاتون بپرس بگو تو دهات چجوری بود وضعیت، لباستون چجوری بود، تمیزی چجوری بود. مثلا این اواخر که به جنگ کشیده شده بود این حموم‌های خزینه و اصلا مرکز بیماری بود دیگه. مثلا چند هفته یه بار این چرکای روی خزینه رو جمع میکردن، مثلا ماهی یه بار اگه آبش رو عوض میکردن. سوخت نبود، مجبور بودن مثلا از بیابون برن تیغ بیارن، نمیشد چقدر تیغ بیارن که هی بخوان آب رو عوض کنن و اصلا یه چیز چرک و پرک عجیب و غریبی مال مثلا 70-80 سال پیش، 90 سال پیش. بله ما تو کشوری هستیم که 2500 سال مردم خودشونو میشستن بعد از دستشویی، با آب تمیز میکردن. شما هیچ وقت تو تاریخ ایران ندارید که مثلا با غیر از آب خودشونو تمیز کنن، یعنی با آب آشنا هن، چون جاهایی هن که آب بوده، تو کنار رودخونه ها بودن، چی بودن؟ نه عربستان مرکزی که آب طلا بوده. و این اصلا تمیزی چیه؟ بخونید تو روایت ها میگه تو پاشنه مثلا اگه یه چیزی پاشون میکردن، یعنی معذرت میخوام ادرار میکرد، تو پای خودش ادرار میکرد طرف،
یعنی حتی این اینجوری نبود که یه جایی بره ادرار کنه به لباسش نریزه، گیر به این حرفا نمیداد. طرف اومد پیش پیامبر اسلام آورد، گفت من مسلمان میشم تو مسجد، مثلا تو تازه مدینه اومد مثلا چیز کرد ایمان. بعد پیامبرم ازش قبول کرد، گفت حرفای خوبی میزنی، قشنگی، اینو من میخوام بیام اینجوری، باش شد مسلمان. همونجا تو جمع کنار مسجد نشست دستشویی کرد. مسلمان ها آقا فهمود نمیدونه، آقا بهش فهمود نه اینجا این کارو نمیکنن، اصلا باور کردنی نیست واسه تون. تازه مدینه، مکه که هیچی، حالا یه ملتی که خودشونو کلن نمیشستن اومده کلی رو ذهن اینا کار کرده که یه ذره اینا رو لطیف کنه، ارتباطشونو با خدا درست کنه، مثلا یه ذره لطیف شن، به بچت رحم کن، به زنت مثلا اصلا یه کلی زحمت کشیده که بعد به اینا بگه خب حالا مثلا دستشویی کردید خودتونو بشورید. کسی قانع کردنه که خودتونو بشورید یه داستانی، میخوام بگم اصلا همینجوری نیست بره اونجا بگه یالا خودتونو بشورید، چی شستن چیه؟ کلی باید لطیف بشه که حالا تمیز بشه. بعد حالا آقا آب نیست، بابا حداقل یه کلوخی، یه سنگی که ببخشید اینجوری اینقدر دارم چجوری توضیح بدم، انشالله اینا که لایو میبینن سر شام نباشم خیلی بده، من خودم داشتم نهار میخوردم، داشتم صحبت های بزرگی رو گوش میدادم، زد توی مثلا مسائل نمیدونم چیه دستشوی مسجوی، بعد گفتم این چی وقت نشناسیه، بعد دیدم خب اون که دست خودم خاموشش کن مثلا، بعد گوش کن داری غذا میخوری این چیه داری گوش میدی. ببین یارو میشینه مدفوع میکنه هیچی بلند میشه، خب بدن تنوز بهش آلودگی چسبیده، گفته آب نیست، با یه کلوخ خود تو تمیز کن. اینو قطعا پیامبر گفته دیگه، اینکه چیز بدی نیست در اون جامعه، این حرف یعنی یه قدم به سمت چی؟ تمیزی. حالا شما این نسخه رو از اون موقع گرفتی ولکنش نیستی، یعنی همین الان هم فتوا اینه که اگه با مثلا سه بار نمیدونم چهار بار با یه سنگی این کارو بکنی جواز داری که مثلا باش نماز بخونی، اما همونی که این فتوا رو میده خودش عمرن حاضر باشه این کارو بکنه. این فقط فتوا میده میگه حالا پیامبر گفت، حالا آقا برای چه شرایطی گفت. حالا فرض کنید امام زمان الان تشریف بیارن بگه آقا به هیچ وجه این همچی چیزی درست نیست، خودتونو بشورید. چرا؟ چون جا آب هست، تکنولوژی پیشرفت کرده، تو خونه همتون آب هست، شما اجازه نداری با کلو خودتو تمیز بکنی، میتونی به آب برسونی خودتو، میتونی آب با خودت ببری. قدیم چیز نبود که مثلا شیشه نبود با خودت، یا مثلا پلاستیک نبود، بطری نبود آب با خودت جایی ببری، آقا هر جا میری آب با خودت ببر. نه حالا میریم بیابون با یه کلو خودمونو تمیز میکنیم، خب بی خود میکنی، این چه کاریه میخوای بکنی؟ آب ببر با خودت، میتونی آب ببری، یه قمقم آب ببر با خودت، چه یه منبع آب با خودت ببر. یعنی فرض کن الان بیاد اینو بگه، چرا؟ چون تمیزی مهمه، تمیز باشه. بعد بگن آقا یعنی اونو پیغمبر نگفته؟ نه ببین، نه گفته یا نگفت، دیدی بعضیان بحث میکنن اینجوریه، بگو میخواد از تو اعتراف بگیره به جا. میگه عزیزم تو چه شرایطی، تو چه زمانی؟ اون یه قدم به سمت تمیزی بود، بعد ببینی پیغمبر الان بود چی میگفت. امام زمان حرفی رو میزنه که اگه پیغمبر الان بود میگفت، طبیعتا حرف الان پیغمبر در این مسائل، در قراردادهای اجتماعی، در نسخه های فرهنگی که میخواد شما رو به یه مسیری ببره، قطعا با اون زمان چیکار میکنه؟ فرق میکنه. بعد یه عده نه تعصب پیدا کردن رو اون نسخه قدیمی، یعنی خود پیغمبرم بیاد یه عده جلوش وای میستن، چون امام زمان حرفی غیر از حرف پیغمبر نمیزنه که. حالا اینا رو امشب یه توضیح میدم تو سخنرانی. پس این که جلو حضرت وای میستن، در بهترین حالتش اینه که نسخه قدیمیه رو باور کرده، بعد میگه این نسخه با این نسخه‌ای که تو میدی نمیسازه. حالا یه سرشون گرفتار نسخه های جعلی هن، اون که دیگه هیچی، اون که گرفتار نسخه جعلیه اون که هیچی دیگه، اصلا اون همه جوره به مخالفت برمیخیزه، چون اصلا نسخه ببین تمیزی، میگه آقا با کلوخ تمیز میکنم، میگه نه آقا دیگه کلوخ اینا رو بریز دور، این حرفا دیگه نیست، با آب باید خودتو بشوری. باز یه تو یه خطه، قدم اول اون ابتدایی این پروفسوری دانشگاهه، اما نسخه جعلی که چیز میگه آقا اصلا این چرت، این غلطه، تو میگه اشتباهه، این اصلا نیست، یه مسیر دیگه ایم. طرف میریزه به هم، یعنی چی؟
چون احساس میکنه چیزی دستشو نگرفته. و بعد اینکه به خودت بقبولونی که 60 سال اشتباه کردی، 70 سال اشتباه کردی، این کار آسونی نیست. یه وقت جوونی آقا ما اشتباه کردیم، میزنی زیر همه چی، آقا ما اشتباه کردیم، اشتباه شده دیگه، بریم فکر میکنی فرصت داری میری مسیر جدید. اما طرف 70 سال روی نسخه غلط عمرشو گذاشته، سرمایهشو داده، هستیشو. خب حالا بهش میخوام بگم مسیر اشتباهه و حواسش نیست که برگردی تو مسیر درستی. یبدل الله سیئاتهم حسنات. تازه وقتی برگردی اون مسیری که کج رفتی، تازه میشه یک انرژی که تو رو برگردونه بری بالاتر. حره، انگار با یه فنری رفته ته جهنم. وقتی فهمید راه درست چیه، فنرم پروازش داد، که مرحوم شوشتری شیخ جعفر میگفت چی؟ میگفت اولا فکر میکردم امثال حبیب از هور بالاترن، روایات و آیاتی دیدم که هور اگه از حبیب بالاتر نباشه هم سطح حبیبه. یعنی چیزی از دست نمیدی وقتی برگردی، ولو اینکه بعد 70 سال برگردی. حالا نمیدونم هور چند سالش بود. اینو نمیدونه طرف. خب وای میسه جلو حضرت دیگه. نه آقا این حرفات، یعنی همه نمیفهمیدن تو میفهمی؟ ما همه اشتباه میدونی، من این کاری که میکنم آیت الله العظمى فلانی حالیشم تو حالیته. خب معلومه یارو تعصب پیدا کرده رو نسخه، براشم خرج کرده، نمیخواد قبول کنه اشتباه کرده. با اینکه اگه قبول کنه اشتباه کرده چیزی از دست نمیده ها. یعنی اگه گناه هم کرده باشی برگردی، اون گناهه، اون فرصتی که تلف کردی رو، انقدر خدا کریمه این فرصته رو این گناه هم پله میکنه واسه تو که بری بالا. میگم صحبتتون تموم شد، بگید من صحبت کنم، صحبتتون رو بکنم، من مزاحمتون نشم. صحبت کنم؟ خب میگیرید؟ یعنی اگه گناه هم کرده باشی، حالا گناه نکرده طرف، گناه نکرده طرف، اشتباه کرده، میگه این که دیگه هیچی، انگیزه درست بوده، نسخه غلط بوده، باشه، میگه من که نمیذارم زایه بشه اجرت، که بیا من بهت میدم، دنبال چی بودی؟ میگم گناه هم کرده باشی صرف در برگشته، اشتباه که قطعا صرف در برگشته و هدر نمیشه هیچی، نه عمرت هیچی، خدا جبار جبران کننده است، عمرت سرمایه هم. ولی اینا رو درک نمی کنه طرف، جلوی امام زمان هم وای میسه، اصلا منکر میشن. یه عده بهش میگن یاتی به دین جدید، حرفای تازه میزنی، چی می اصلا دین یه دین دیگه است، پس ما یه چیز دیگه بودیم تو یه چیز دیگه. یه عده که بهش میگن آقای بهجت این روایت رو زیاد گفته بود، این آقای چیز رخشاد تو این در محضر بهجت اینو آورده، من دو سه بار از اینم دیدم، یعنی دو سه تا جمله تو این وادی که میگفت که نمیدونم 70,000 90,000 چقدر عالم تو کوفه جلو حضرت وای میسن، بهش میگن نحن نکفی کالمعونه، مثلا ما کافی بودیم، چون یعنی شما واسه چی اومدی دیگه، ما مشکلات مسلمین رو حل میکردیم، چه میگی؟ و تو تمام ادعیه‌ای که راجع به امام زمان داریم، یه درخواستی که از خدا داریم اینه که از هر بهی دین نبی یک، خدای امام زمان بیاد دین پیغمبر ظاهر بشه. معلومه مخفی شده دیگه، معلومه کج رفتیم دیگه تو راه. اون روز بهتون گفتم یه مثالی، این رزم شب میرفتیم، بعد خب میبردن توی بیابون تاریک، مثلا 5-6 تا ستون حرکت میکرد، ما هم شیطون بودیم، 4-5 تایی با هم دست به یکی میکردیم، آروم راه میرفتیم، صف جلو میرفت، ما میرفتیم این ور یه ور دیگه، وسط های رزم شب یه دفعه یه منور میزدن، منور میزد، میدید یه صف اون وره، یه صف این وره، چون تو هر صفی دوتا شیطون مثل ما بود دیگه. آره من یه بار این آقای اکبرنیا زنده است هنوز هستش، آره یه بار اومد بالا سرم، اف که بسیجی، برو تو صف ببینم، آقا صف رو بردم یه وره دیگه، مثلا اینا داشتن گفتن اینجا ما رفتیم اون ور، یه دفعه منور زد، همه نشستن، آقا اصلا چه بلایی سر صف اومده، داد میزد بیا این ور، یک بساط. آقا امام زمان اون منور است، بعد معلوم میشه او چقدر صفا رو دزدیدن، این رفته اون ور دنبال این، اون رفته اون ور دنبال اون، اون رفته اون ور دنبال اون، 4 نفرم تو مسیر درسته. ولی بهترین کار اینه که خودمون رو آماده کنیم، اگه امام زمان رو دیگه وقت درکش کردیم، ایشونو تو هر کجایی و هر زمانی و هر مکانی،
همه زندگیمون هم اشتباه بود بگیم آقا اشتباه کردیم یا درستش کدومه بگون بر بریم، ولی تعصب پیدا کنیم رو نسخه هامون یا رو فهممون که ما خوب میفهمیم، ما درست میفهمیم، بهتر ما کسی نمیفهمه، این خیلی کارو خراب میکنه، خیلی کارو خراب میکنه. چون امام زمان که هیچی، خود پیغمبرم بیاد نه، خود خدا مستقیم با من چکنه، باز مگه شیطون جلو خدا وای نستاد؟ فقط شیطون جلو خدا وای میسته، ما وای نمیستیم؟ فقط شیطون گفت من بهتر بودم؟ تازه توپو مینداخت تو زمین خدا، اونو از خاک آفریدی، منو از آتش، یه جوری میخواست خدا رو هم بیاره تو تیم خودش، و اون امن بهتره؟ چه جوری؟ بله جلو خود خدا میشه وایساد، یه ذره تکبر میخواد، خیلی هم نمیخواد، یه جو تکبر تو وجودمون باشه جلو خود خدا میتونیم وایسیم. حالا مگه اینکه یه دفعه یه خروار تکبر تو دلمون باشه که دیگه هیچ، به جنگ باشم میدیم؟ مگه نگفت به عزت کلا اویان نهم اجمعین الا عباده که من هم المخلصی؟ به خدا میگه به عزتت قسم بنده هاتو گمراه میکنم، به خود خدا داره قسم میخوره که من باید میجنگم. حالا فکر فقط اون اینجوریه؟ اونو برای ما نگفتن، اون شیطونه تو درون ما نیست؟ نفس ما صد هزار میلیارد میلیارد ابلیس اندازه نفس ما نمیتونن چیز کنن. به قول چیه اون، نمیدونم مال سید رضیه مال کیه، یکی از بزرگانه، شون گفته بود رئیس ابالسه نفس. اصلا ما خودمون یه انبار شیطون داریم تو خودمون. خب بس بچه، سلامتی پدر مادرتون سلامت بفرستیم. و که دوستامون امشب پدرش از دنیا رفته، آقای کبریایی که دوستای نزدیک آقا حامد، خدا انشالله همه گذشتگان رحمت کنه، همونایی که به گردن ما حق دارن، که حق دارن، گذشتگان به گردن ما حق دارن، خیلی ها به گردن ما حق دارن و ما نمیدونیم. هر کی که ذره ای قدم تو مسیر انسانیت برداشته باشه، ما امروز سر سفرشیم و بهش مدیونیم. خدا همه گذشتگان انشاءالله رحمت کنه، سر خوان سفره کرم خودش مهمون بکنه. یه فاتحه برای همشون بخونید و تو دلتون صلوات هم بفرستید. آقا صحبتمون این بود که اگر شما یک نسخه فرهنگ، اولا دین یه امر فرهنگیه، این خیلی بحث راجبش هم صحبت کردم، خیلی هم به نظرم بحث مهمیه، و خب توی بستر فرهنگ یک جامعه وقتی میخواد مردم جامعهش رو از یه نقطه منفی به یه نقطه مثبتی برسونه، از نقطه دروغگویی به نقطه راستگویی، از نقطه زیاده خواهی به نسخه مثلا خدا خواهی، بخشندگی ها، از بی‌نظمی به نظم، از بی‌رحمی به رحم، وقتی میخواد جامعهش رو تو این مسیر حرکت بده یه نسخه هایی میده به جامعهش طبق فرهنگ جامعهش. فرهنگ ها متفاوتن در جوامع مختلف به خاطر جغرافیاشون، به خاطر تمدنشون، به خاطر ارثی که از پدر و مادرشون بهشون رسیده در معنویات، در خلقیات، در روحیات متفاوته، فرهنگ جهان متفاوته، یه جا آب زیاده یه جوریه فرهنگشون، یه جا آب کمه یه جوریه فرهنگشون، یه جا نور بیشتره یه جا نور کمتره. میدونی شما الان به یه اسکیمو بگی مثلا تیمون کن، فقط سه روز دنبال خاک بگرده خاک پیدا نمی‌کنه که، اونجا یه نسخه دیگه میشه، برای تمیزی اونجا باید یه چیز دیگه بگی.
فرق میکنه. نمیشه نسخه اینجا رو نسخه گرمسیری رو ببری تو سردسیری، جواب نمیده. یه جای یه دنیای دیگه است. حالا اصلا فرهنگا متفاوته. این نمیدونم این یه قبیله ان یعنی یه قومی ان با یه تمدنی ان، اونا یه قوم دیگه اینجا مهاجرن، اینا اصیلن، اونا نمیدونم. حالا داست دیگه، جهان دارید میبینید دیگه، فرهنگای مختلف داره. تازه فرهنگای عمده خورده فرهنگ تا دلت بخواد از این روستا تو اون روستا نمیتونی بری نسخه این روستا رو ببری تو اون روستا. یه وقت تو این روستا ادب اینه که کلا بزنن سرشون، تو اون روستا ادب اینه که کلا بردارن سرشون. تو همین کشور خود ما الان بلوچ‌ها برای عزا سفید میپوشن، درسته؟ من دیدم خیلیشون سفید میپوشن در عزا. یا مثلا کردها بالا سر جنازه چیزشون میرقصن، متا یه رقصیه که نگاه میکنی اون پدر کرده بود دخترشو کشته بودن، عراقی بود فکر میکنم یا مال سوریه بود، بالا سر دخترش میرقصید. رقصیه که جیگرتو تیکه تیکه میکنه، نه رقص چیزی، نشونه عزاشونه. حالا شما اینو بردار بیار مثلا تو تهران، تو بیزرا عزای برو لباس سفید بپوش برو اونجا، میگن آقا عروسی بابامون بوده اومدی این چه لباسی پوشیدی، احساس میکنم بهشون توهین کردی. یعنی میخوام بگم خورده فرهنگ ها هم حتی به هم انتقالشون یه ذره باید دقت کنی، مواظبت کنی. یه جا برای کرنش رو زمین میشینن، یه جا رو مبل میشینن. اونجایی که رو مبل میشینن برای کرنش رو زمین بشینی بی احترامی میدونن. میگیدی چی عرض میکنم؟ چه برسه؟ حالا گفتم چه مشکلی درست میکنه نسخه یه فرهنگی رو میبری توی فرهنگ دیگه. اولا آدم که در کمال نشسته و به کمال رسیده حاضر نیست کاری که عبث بیهوده است انجام بده. برای همین نسخه رو که بهش میدی فکر میکنه، میگه آقا این در من رحم ایجاد نمیکنه، من اینو انجام نمیدم. یعنی یه دفعه یه انشقاقی در جامعه ایجاد میشه، میشه یه جوری میشه انگار مثلا عقلای جامعه، دانشمندان جامعه، متفکرین جامعه یه دفعه انگار سمتشون از یه سری از مردم جدا میشه، انگار دیگه آدابی که بقیه عمل میکنن اینا حاضر نیستن بهش تن بدن. حالا این جماعتی که نسخه رو عمل میکنن که هیچ تأثیری نداره، که حالا یا از روی ترس این کارو میکنن یا از روی طمع این کارو میکنن، اینا یه لشکری میشن در دست کسایی که میخوان از اینا سوء استفاده کنن. خیلی وقتا اینا رو تجهیز میکنن علیه عقلا. تمام تکفیرایی که تو طول تاریخ تو ادیان مختلف شده، یهودی، مسیحی، زرتشتی، بودایی، همه دارن، تو تمام ادیان هست که یه کسی حرف حساب زده ولی جماعت مردم رو شوروندن علیهش یه عده‌ای، یعنی از جهل مردم استفاده کردن، اومدن زدن نابود کردن و طرف رو ابین بردن، کشتن طرف رو، تکفیرش کردن، کشتنش. قربتن الالله اینا اومدن سنگ زدن بهش، قربتن الالله بالای دار آبدهن بهش انداختن، تیکه تیکش کردن برای رسیدن به خدا. همین جماعتی که به نسخه های عمل میکنن که هیچ تأثیری نداره، حالا یا عروتش یا عروتمه، اینا رو هفته قبل گفتم. یه ایراد دیگه اینجا ایجاد میشه، یه مشکل دیگه درست میشه. ببین الان توی تمدن ما، تو فرهنگ جامعه ما، تو تمدن چند هزار ساله ایران، حالا من که یه اندازه خودم سرچ میکنم، میتونن آدمایی هستن که بالاخره توی تمدن ایرانی زیاد کار کردن، چون معمولا این تمدن کنار آب ایجاد شده، تمیزی با آب همراه بوده، شستشو بوده، شستشو میکردن اینا، برای تمیز شدن میشستن خودشونو. حالا شما بیای بگی که آقا اسلام گفته که نه حالا خیلی لازمم نیست بشوری، آبم نبود، یعنی تلاشم نکن برای آب، یا آبم با خود تدبیرم نکن، شما با دو تا کلوخ هم میتونی خودتو تمیز بکنی. این کمک میکنه به آدم تنبلا، نمیگه اون قدمی بود به سمت تمیزی. قدم به سمت تمیزی وقتی از اون فرهنگ میاد توی فرهنگ دیگه میشه یه قدم به سمت کثیفی، یعنی دقیقاً جواب عکس میده، عکس اون هدفی که عقلای اون جامعه از گذاشتن اون قانون داشتن. اینجا همون، و حالا تو زندگی فردیمون هم زیاد پیش میاد. شما نها کنید علما یا مشاورها منش های مختلفی دارن، بعضی ها هستن همه چیز رو میخوان با عفو و گذشت و رحمت و دوست داشتن حل کنن، بعضی ها نه غالب این نیستن، میگن نه یه جاهایی باید خلاصه از تنبیه استفاده کنین، هم چیکار کنین فلان کنین.
یعنی شما همیشه تو جامعه اختلاف نظر حتی بین کارشناسا چیه؟ وجود داره. من خیلی ها رو دیدم، مثلا میگم میخواد قاطی کرده، میخواد مثلا یه کتکی هم به بچهش بزنه، میره سراغ اون مشاوری که میگه حالا یه کتکی هم بزنید. یه روزی نه حالش خوبه، حال کرده مهربون باشه، میره سراغ اونی که میگه فقط محبت بکنید. یعنی یه جوری این آدم داره از نظرات مختلف استفاده میکنه واسه این که اهوا و امیال خودش رو پیش ببره و تبدیل میشه به یک آدم خودخواهی که برای هر غلطی بخواد بکنه یه توجیهی داره. تو تعریف‌های اشتباه از اهل بیت هم این پیش اومده. الان اومدن مثلا امام مجتبی رو سلام الله علیه ایشون رو یه جوری معرفی کردن انگار نعوذ بالله یه آدمی بوده که یه گوشه ای افتاده بوده و کار به هیچی هم نداشته و بهش توهین میکردن و چه میدونم هر بلای سرش میبودن هیچیشون ساکت هیچ ریاکشنی نداشته. اما از اون ور یه امام حسین نه میگه آقا بزن قیام کن شلوغ کن بکش چکا کن کشته شو فلان. خب حالا جفتشون هم امام هن جفتشون هم محترم هن. حالا یه روز حال کرده قیام کنه شلوغ کنه، میگه ابا عبدالله. بعد یه دفعه تصمیم میگیره بیخیال شه، میگه آقا امام مجتبی. یه دفعه میخواد همه چی رو ول کنه بره مثلا مطالعه کنه، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام چیکار میکنه؟ ما هم کار میکنیم. بله تو اهل بیت یه جوری معرفی کردی، بشینی با اهل بیتی پاشی با اهل بیتی، شلوغ کنی با اهل بیتی شلوغ نکنی با شما، یه کار یه جوری اینا رو از هم جدا معرفی کردی واسه اینکه هر کاری عشقت کشید بکنه در راستای اهل بیت باشه، متأهل بیتی که تو تعریف کردی. این آدم بد اخلاق تولید میکنه، این آدم خودخواه تولید میکنه. خیلی اتفاق عجیبی ها تو زندگی هامون به وفور افتاده ها. الان دیدید که همه رو چماق دستم تو خونه چماق دارن، ملت چماق دارن تو خونه، چماق حسن آقا میری جدید، البته این چماق الهی قمشه‌ای، چماق فاطمی نیا، چماق نمیدونم که دیگر این سخنرانای معروف قرائتی، چماق فلان فلان، هر کاری میخواد بگه آقا قرائتی دیدی چی گفت اینه. بعد فردا یه دفعه از اون وری میشه آقای الهی قمشه‌ای شما اصلا گوش بذار من بذارم برات گوش کن ببینشون چی میگه. بعد فردا یه دفعه حالش با این دوتا نیست، آقای فاطمی نیا شما من خودم گوش دادم. آقا تو بالاخره کدوم وری؟ اینا دارن نسخه های مختلف اجتماعی توی لول های مختلف و توی بینش های مختلف میدن. تو که اصلا طرفدار هیچ کدوم نیستی، تو طرفدار خودتی، هر کدوم در راستای امیال حضرت عالی باشن همون چماقو برمی‌داری راه میافت تو خیابون. این باعث تربیت نمیشه، باعث بی تربیتی میشه. فرهنگ برای تربیت جامعه است، از نقطه منفی در خلقیات و روحیات به نقطه مثبت. اما اینی که شما یه نسخه ای رو برداشتی آوردی و مقدسش هم کردی و این نسخه رو گذاشتی اینجا، میگی این نسخه هم هست، این که من میگم آقا فلان نسخه رو، بعد بگی تموم، آقا این نسخه دیگه وجود نداره، با کلوخ تمیز نمیشی. نه آقا تو بیا بود دیگه. بعضی هم یه شرایطی ما رفتیم میرفتیم کلاس تجوید، بعد خب میگم کلن شیطون بودیم، بعد مربی گفت آقا ولالظالین ضاد، این زبون میچسبه به این دندونای بغل، به بغل این دندونا میگی ولالظالین. ما گفتیم استاد ببخشید، یه بنده خدا بود اینور دندون نداشت، من بیچاره ساده بود معلممون بیعقل، خواست این چه کاریو میکنی معلمو مچل میکنی که چی بشه آخه، این چه گندیه میزنی. گفتم استاد این، گفت ببین نره مثلا دندونای پایین، توضیح میداد بنده خدا، گفت مثلا میگی ولالظالین. بعد گفتم استاد اگه مثلا اینور کلا دندون نداشت، مثلا دیگه فامیلای ما تصادف کرده اینورش، میگفت ببین نره اینورم میشه مثلا آقا خلاصه. بعد یکی بچه گفت استاد ببخشید اگه اینورش، گفت آقا برای استثنایی که نمیخواد برید چیکونی، اون که دندون نره بگه ولالظالین، هر چی میگه قاطی کرد بنده خدا. فهمید سر کارش گذاشتیم اینا، کار زشتیه دیگه، چه کاریه حالا دیگه نمیدونم دیگه، بیعقلی و بچگی و اشتباه دارن همه دیگه. این تایید نمیکنم میگم کار خوبی، کار زشت دیگه، خاطره نمیگم شو آقا چه خوب بود و باری که الان ما گند میزدیم تو کلاس.
حالا میخوام بگم برای استثنایی که نمیخوای بری چیز کنی که. نه اگه یه جایی بودیم هیچ آب تو مریخ بودیم چیکار کنیم؟ تو مریخ خاصی بری فکر توالت رفتنت هم بکن داداش. فهم میکنه تو مریخ مثلا چلو مرغ میخوره میخواد بره دستشویی مثلا. چی میگی ما مرد حسابی؟ میخوام بگم تو جامعه امروز اگر نسخه یک فرهنگ دیگه ای رو ببین اینا را این بحثا راجبه چیه؟ نسخه های فرهنگی، این راجبه معارف نیست. حالا توضیح بدم فرد کافر هم نکنید، عده کافر که قبلا بوده مثلا کافر حربی، چیز جدید درست نکنید. راجب معارف نیست ها، راجب نسخه است. خود آقا این جمله مال آقا موسی صدر، بذار یه چیز بگم ادامه‌ام نکنه اصلا. ایشون میگه پیامبر فقیه کسی نیست بگه 1400 سال پیش پیغمبر چی گفته. فقیه کسیه که بگه امروز پیامبر بود چی میگفت. چرا اینو میگه؟ چون اگه پیامبر امروز بود نسخه 1400 سال پیشو نمیگفت و امروز سر سفره اون نشستیم ما. اگه اون نسخه شروع نمیشد امروز به اینجا نمیرسید. معلم اول ابتدایی خیلی مهمه، آب یاد گرفتن مهمه، ولی تو که الان تو دانشگاهی نباید برگردی کتاب اول ابتدایی بخونی. این چیز عجیبی نیست، چیز وحشتناکی نمیگم. ببین چی کار میکنه این. پس نگهداری از نسخه های قدیمی فرهنگی که از یک فرهنگ دیگه ای وارده فرهنگ دیگه ای شده و امروز اصلا جواب نمیده در این فرهنگ، چه کار میکنه؟ آدم ها رو بد اخلاق میکنه، چون بهانه پیدا میکنن برای چی؟ تنبلی. مثلا اینکه به شما بگن آقا مدرک تحصیلی چیه؟ من دکترا دارم. میگه که خب ما یکی از کتابایی که خوندیم میخوای امتحان بگیریم. میگه آ کتاب اول ابتدای امتحان بگیریم. میگه یعنی چی؟ میگه آقا شما گفتی کتابایی که خوندیم، خب من خوندم میام امتحان بگیرم. درسته این امتحان؟ داره تنبلی میکنه. طرف تو مسجد محلمون در واشنگتن، اون وقت که در واشنگتن زندگی میکردیم، من مثال میخوام نگم کدوم شهر بودم، میگفتم تو آمریکا. بعد یکی بچه گفت تو مگه آمریکا رفتی؟ گفتم یعنی واقعا متوجه نمیشی دارم شوخی میکنم، بس که بعضی همش رو جدی میگیرن. آقا تو مسجد محلمون در کالیفرنیا مجتبی ساخته کچلن همش رو میگه کالیفرنیا، یه بند خدایی بود فکر میکرد خیلی آدم زرنگیه، چون امام جماعت ما اذان که میشد میومد نماز میخوند، منتها نماز روزه‌دار دیگه، چون همه روز واقعا روزه میگرفتنم، نماز میخوند کلا، نماز مغرب شد تو 5 دقیقه جمع میشد. بعد آخه بعضی مسجدها یه ساعت بعد از افطار میرن نماز دیگه، انقدر یارو خورده تا تو دیدید که افطاری اینا که روزه میگیرن خب سفره 20 مدل 30 مدل غذا توشه دیگه. البته الان سفره های قدیم، سفره های الان که نمیدونم چی توش، چون نون پنیر یه موقعی غذای فقرا بوده، الان پولدارا میخورن. مثلا میگه نون پنیر گردو خوردیم، چقدر کارخونه دارین، خیلی پول دارین شما، شما چی میخورید؟ نمیدونم این اردوگاه عراق شده مثلا، پوست پندونه مثلا با پوست خربوزه دیدی؟ میگفتم بعضیا نمی راست میگفتن کارن. چی شد بعد؟ آقا یه بنده خدا بود خیلی احساس زرنگی میکرد، این یه جعبه خرما میخرید میآورد، فقط هم میدید لبات خشکه میفهمید روزه دار بودی به تعارف میگن. بعد به زور یالا بخ، باید بین دوتا نماز مثلا 30 ثانیه امام جماعت وقت میداد، این تو 30 ثانیه. چرا؟ میگفت روایت داریم که اگه کسی افطار بدید ولو به یه دونه خرما، ثوابی دارد که بعد ثواب براش گفتن، یک ثواب عجیب غریبی. مرد حسابی تو از این نسخ، اون مال زمانی بود که یه دونه خرما یه دونه خرما بود در جامعه مثلا حجاز مرکزی، که یارو یه دونه نخل خرما داشته همین بار میداد دیگه، تا سال دیگه هم نبود. یه دونش گذشتن خیلی ایثار توش بود، چون عمل وزنش به میزان گذشته درونشه. تو اونو برداشتی اون نسخه رو از اون فرهنگ وشتی آوردی اینجا که الان برو 10 تا جعبه خرما همین الان پول بدن برید بخرید، هممون با هم بریم بهشت. اگه با یه جعبه خرما میرید بهشت، من خودم میخرم به جای شما، به نیابت شما، هممون با هم بریم بهشت. اینجوری آقا این فهمی که بعد به زور آقا بخور ببینم. ما بچه بودیم شهده بودیم که مثلا اونی که افطاری میده نمیدونستیم بابا این که اصلا افطار حساب نمیشه، با یه دونه خرما شد افطاری. ما تا چه میدونم یه پرس نون پنیر سبزی
گردو نمیخوردیم و چنم شله زرد و آش شله قلمکار و چی میدونم و خورش برنج خیلی عال میدادم و نون پنیر باید باشه دیدی یادتونه میگم باید این ما این افطار نیست بعد ما تو دهنم چون میگم خوردم خوردم نه قورتش بده وای میستاد که این بره پایین پلیکال از اینجا میگم آقا دارم خوردم خوردم ما مثلا میگفتیم بریم خونه مامانمون غذا پخته از اون افطار کنیم ثوابشو ما فهم کردیم مثلا اون بالا یه مش بیعقلن ملائکه و خدا و اینا اعوذ بالله اینا مثلا میگن نه دیگه خورد دیگه بنویس دیگه این ما این مال این شد ثواب این برد اینا مثلا با یه عالم دیوانه طرفیم مرد حسابی تو یه نسخه اشتباهی رو یه فرهنگ دیگه ای با یک شرایط دیگه ای اووردی توی فرهنگ دیگه ای با یه شرایط دیگه ای ابزار درست کردی برای کلاشی جهنم هم راد نمیدن تو رو چه برسه به بهشت این جهنم هم یه کلاسی داره میگن تو دیگه خیلی نامرد بودی ما حداقل ما بیخ روزه رو قبول نداشتیم تو خیلی عوضی حالا اصلا نمیدونم خودش روزه میگرفت یا نمیگرفت ایناشو نمیدونم ولی دنبال ثواب بود مثل نزول خوراک عید میگیرن خیلی جذابن اونا با پول نزول میخوام برم بهش خیلی عجیبن آره و حالا اینکه جلو نزول خورا رو نمیگیرن خیلی نگران پولای مردم شدن یه ده اینم خیلی جذابه بعد دوستامونم یه ده تو جوون تو این فضای مجازی آقا نمیگید از دزدی ها دزدی که بانک های قانونی مملکت ما از مردم کردن در تاریخ بی نظیره و تورمی که همین بانک ها درست کردن توی این مملکت در تاریخ بی نظیره دنبال چهار تا دل دوز میگردی تو این کشور و اون کشور بانک هامون رسمی هم مردم دارن دزدی میکنن اموالشون رو مصادره میکنن زنده وامای تخیلی میدن به مردم بر سود جریمه میگیرن بر جریمه جریمه میگیرن بر جریمه 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 میگیرن همین امروزی که اومد میشم میگه 8 سال پیش 200 تومن وام گرفتیم 2 میلیارد الان بانک اومده خونه رو مصادره کنه خداحافظ شما 200 تومنه چجوری شده 2 میلیارد قسطاشو ندادی دیگه همینجوری کنتور میندازه کنتور میندازه دیگه همینجوری این همه دزدی داره میشه همراه اول و چیچی بودین شبکه های همین تلفن همراه چقدر دزدی کردن خود وزیر رسمی گفت اینا مردم دزدی کردن دادن پول مردمو پس دادن ارزش افزوده پول مردمو پس داد اس ام اس هایی که میزدن پولش همو کم میکردن پولتون پس دادن ترافیک اینترنتتون میلیارد میلیارد اینا خوردن پول شما رو پس دادن این همه پول نفت که سر گنگکاری آقایون به باد رفت اینا رو کسی پولش رو به شما برگردون دکل نفتی برگشت نان سر سفره ها فرستادن راستی پول نفت را دادند سر کار گذاشتید خودتون رو یه مش در دوز افتادید دنبال دوست دوست اصلی اینجاست رسمی قانونی هنوزم داره دزدی میکنه میگه جلو شرط بندی شما آقا پول از کجا میریزی تو حساب شرط بندی مگه با درگاه داخلی نمیریزی چرا جلو درگاه داخلی رو نمیگیری خودتون شریک دزدایید مردم گشتید سر کار دزد اصلی اینجاست جای دیگه دنبالش نگرد نیمی از گله ما رو سگ چوپان خورده گرگه بیچاره چیکار کرد خدا باباتونه بیامرز بعد یه دم تو جف رو افتادن آخ آقا فلم بابا جمع کنید آقا جون شاه دزد اینجا ول کردی دنبال چهار تا چیز افتادی مردم بذاری سر کار کی تو داره چرا بانک ها میرن ملک میخرن غلط میکنن میرن ملک میخرن چقدر این ساختمون های خالیه توی تهران مال بانک هاست ساختمون های مسکونی برای چی بانک ها این کارا رو میکنن بانک کارش مگه اینه پولا مردم رو جمع میکنید سکه میخرید دلار میخرید ملک میخرید بعد تورم ایجاد میکنید با پول خود مردم غلط میکنید خب چرا کسی جلوتون رو نمیگیره اینا دستشون تو بیت المال نیست تا کمر خمن تو بیت المال حالا دیگه خواستم بگم فکر نکنید نمیفهمن هیچکی نمیفهمه همه میرن سر کار یه وصیتیه منصوب به پیامبر به امیرالمومنین که حضرت بهش گفت حالا حرف درستیه حالا اگه از پیامبرم نباشه منصوب کردم به پیامبر میگن به حضرت امیر گفت هر وقت دیدی مردم دنبال مستحبن برو دنبال واجبات هر وقت دیدی دنبال واجباتن برو دنبال مستحبات یعنی مواظب باش جوگیر جامعه نشی یا سر کارت میذارن کسی نمیگه میلیارد میلیارد دلار پول نفت تو این کشور تو اون کشور
این پولایی که رفت چی شد؟ کدومش اومد؟ چند هزار میلیارد انقدر عادی شده دزدی دیگه، مثلا که مثلا 10,000 میلیارد دزدید. 10 تا دزدید. 10 تا. مثل آمار مرگ و میر. یه جوری مردن عادی شده، الان میگه مثلا امروز 397 تا مردن. مثلا شده عدد. مال قضیه مکه یادتونه؟ اون خبرنگار مجری چیز تلویزیون، همین خبرگو میگن چی میگن بهش، خانومه که خبر میگه، گریهش گرفت که 400 خورده ای از هموطنانمون از دست دادیم روزی 400. خود معاون خود وزیر میگه هر آماری ما دادیم ضرب در 3 کنیم. حالا اینکه چرا آمار درست نمیدیم ما ضرب در 3 کنیم، میخوام ببینم ریاضی ما خوبه یا نه، ایناشو نمیدونم. میگه هر آماری ما دادیم ضرب در 2 کنید، اون میگه ضرب در 3 کنید، اون میگه ضرب در چی. اصلا جوکیه مملکت. الان وزیر کشور کیه گفته از مثلا 2 ماه دیگه از دی و بهمن واکسیناسیون مثلا اون رده هایی که حساسه، مثلا پیرمردا، دکترها، چه میدونم زنای باردار، چه همه اینایی که تو معرض خطرن واکس شروع میشه. معاون وزیر بهداشت میاد تو تلویزیون میشینه تا 2 سال دیگه اوضاع همینه، روحیه داره میده دیگه، 2 سال دیگه اوضاع همینه، همینه که هست. یعنی اصلا امید به این نداشته باشید که درست بشه چی تا 2 سال دیگه، چون 2 سال مسئولین هم میدونید که مثلا ضرب در 3 کن دیگه، مثلا آماراشون میمونه. هر روزی چند صد نفر دارن تو کشور میمیرن، اصلا عدد شده عدد. 375 تا، 453 تا، 460 و فلان آدم هن اینا دارن میمیرن، یا عدد داری کم میکنی؟ اختلاس هم انقدر زیاد شده عدد، مثلا یکی 1 میلیارد دزدیده باشه، این که آقا دله دوز 1 میلیارد دزدید، دله دوزیم دزدید، بعد جوک درست میکنن. فلانی مثلا تو زندان به فلانی گفت تو بند ما نیا، واسه ما کسر شنه. از قماتون جوک درست میکنید؟ چون فکر میکنه التیامی نداره. نه، آن کس که میخندد شاید غم بزرگی را پنهان کرده است. یه جوری سر شدیم که این حرفای منم به کتف هیچکی نیست از مسعودی، بهشون اهمیت نمیدن. تازه خوشحالم میشن در زودپز و برداشت یه دخیال شده. آقا میری گفت دیدی ببین، آقا میری حالشون رو گرفت. آقایون ملت شریف، با این حرفا هیچی درست نمیشه، اینو بدونید، هیچی درست نمیشه. بعد یک فکر دیگه بکنید. مملکت دلسوز میخواد، پدر میخواد، آدم با شرف میخواد. 300 خورده این مردن، ککتون نمیگزه. بعد 2.5 قرط مسئولین هم باقیه، همش هم مردم طلب کارن. ماسکاتون اگه بزنید و فاصله را رعایت بکنید، ممکنه که شما چه غلطی میکنید؟ پس این که همه شد مردم، شما چی کار میکنید؟ شما کشور رو گند اداره کردید که اینجوری. عراق بغل دست ماست، چرا عراق کشته نمیده اینقدر اندازه ما؟ شما با این زیر ساخت بهداشتتون چطور ما اینقدر داریم کشته میدیم؟ خب یکیتون بیاد جواب بده ببینیم چی میگید. اتوبوس ها رو چند وقت یه بار ضد عفونی میکنید؟ همین اتوبوس ها شهری که سوار میشید، کافیه یه نفر سوار بشه و اعتیاد نکنه، الان اتوبوس از سر خط میره تای خط، اونجا ضد عفونیش میکنن؟ رو اتوبوس ها مگه قبلا نمیشتیم سالهای دور از آب؟ کاش مرا بشورن. کثیف‌ترین نقطه مملکت اتوبوسش بود و مترو تهران و تاکسیاشو، مگه میشورید الان ماشین های مردم؟ مگه ضد عفونی میکنه کسی؟ الان حمل و نقل شهری ضد عفونی میشه مگه؟ یه بار ضد عفونی میکنید در روز، یه نفر بیاد داخل بره تموم کار، خودتون میگید. مگه نمیگید؟ خودتون میگید اینجوری میگید، مگه خودتون نمیگید اینا رو؟ این چه طرز کشور ده؟ کشور ما تمیز مگه اداره میشه؟ سر همین کوچه ما پر آشغال، برو نها کن سر همین کوچه، برید این سر کوچه آشغال میریزن، برو ببین چه خبره. کوچه هاتون تمیزه مگه؟ خونه هاتون مگه؟ کدوم خدا وکیلی پولداراتون، کدوم بیمارستان رفته در خونه خودتون تمیزتر باشه؟ فقراتون کدوم بیمارستان رفته در خونتون تمیزتر باشه؟ چرا بیمارستان های ما اینقدر کثیفه؟ بهداشت مگه وظیفه دولت نیست؟ وظیفتونه. آموزش بهداشت وظیفتونه. مدرسه هاتون تمیزه؟ مدرسه هاتون تمیزه؟ بچه نمیره مدرسه کثیفشه برمیگرده؟ من که میرفتم قبلا مدرسه، حالا دیگه رام نمیدید. قبلا که من میرفتم تو مدارس صحبت، چون پول نمیگرفتم مدارس منو دعوت میکردن، چون پول نشدن بدن. پولیا نمیرفتم ما برسیم، مثلا الان که دیگه بس که خودکفا شدن دیگه، ما رو دعوت نمیکنن.
من مدرسه تمیز ندیدم آقا. مدرسه تمیز سراغ دارید؟ نه برای غیر اونا. خب مدرسه هاتون کثیفه، دانشگاه هاتون کثیفه، چه میدونم متروتون کثیفه، اتوبوستون کثیفه، شهرتون کثیفه، چه میدونم این پلای آبر من دیدم دیگه، بالا تهران که بالا هر آبر چیزی مال یه کارتون خوابیه، خوابیده اونجا پاتوقش هم اونجا دستشویی میکنن، اصلا یه وضعیه. برید ببینید دیگه، برید نگاه کنید. سرویس بهداشتیاتون غیر بهداشتیه، بیمارستاناتون اصلا چه طرز مملکت اداره کردنه؟ بعد همش هم مردم توقع داده، مردم طلب دارید، الان مردم رو تهدید میکنه. اگه باز این کارو بکنید مجبوریم باز محدودیت ها رو فلان کنیم، ولی خودشون از خط ویژه میتونن برن، خودشون همه کاری میتونن بکنن. یه کارهای حالا دیگه نمیخوام گور بزنم دیگه. شما جلو مافیا دارو رو نتونستید 40 ساله بگیرید، کیه که این دارو رو قاچاق میکنه که شما جلوشو نمیتونید بگیرید؟ چجوریه که دکتر به ما نسخه میده میگه برو ناصر خسرو؟ خب مگه نمیدونید کدوم قبریه ناصر خسرو؟ چرا نمیرید جمعش کنید؟ کی مافیای دارو کیه تو مملکت که جلوشو نمی؟ حالا برای کرونه سلطان دارو اعدام کنید دوباره هیچی به هیچی، مسخره بازی نیست؟ مثل سلطان سکه و سلطان هم چی مسخره بازی شده؟ واقعی چی کار میکنید؟ بابا شما خودتون بلد نیستید، این کاره نیستید، دست خیلی آلوده از خودشون، بعد میخوان با دستمال کثیف پر از رانتشون میخوان شیشه های مملکت تمیز کنن. نمیتونید، نکردید. الان میگه داروهای کرونا رو بردیم تحت پوشش بیمه. خب چون مردم پول نداشتن بخرن، پولش هم میخواد از جیب خود مردم بگیرید. مردم اگه پول داشتن برن، اصلا پول نداره یارو پول دارو بده، ما تو خونش میمونه میگه بمونه یارو تو بود. شانسشون تو خونه میمونه زنده میمونه. شما خدای چند نفر شنیدید تو خونه قرنطینه کنن بمیرن؟ چجوریه که هر کی میره بیمارستان میمیره؟ اینا سوال باید جواب بدید. الان حالا الان وزیر صبح یه نامه میزنه به نمیدونم کی، آقا میدی وزارت فلان برزید، اینا بزن یه 200 تا نامه بزن، چون تحمل انتقادم نداره، جذابه. خودشون عالم آدمو امر به معروف میکنن. الان مسئولین 6 9 ماه چند وقت چیز اومده همین یه سال داره میشه دیگه، شد دیگه. هر روز دارن ما رو نصیحت میکنن، دستانتان را بشورید، ماسک بزنید، فاصله رو رعایت کنید، از خونه نیا بیرون. خود داری امر معروف میکنی، منم دارم امر معروفت میکنم. بیمارستاناتو تمیز کن، کشورتو تمیز کن، پیاده روهاتو تمیز کن، اتوبوساتو تمیز کن، متروتو تمیز کن، سرویس های بهداشتی بین راهیتو تمیز کن، مافیای دارو رو جمع کن اگه خودت توش نیستی. پس چرا طاقت امر به معروف ندارید خودتون؟ کسی که امر به معروف میکنه گفت مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ شما که عالم و آدم و نصیحت میکنه چرا کسی بهتون انتقاد میکنه بهتون بر میخوره؟ نمیخواد من میرم شما بیاید. خب برو آقا، مثلا داری چی کار میکنی؟ تو چی کار دارید میکنید؟ روز 400-500 تا کشته رسمی قانونی دارید میدید، خودتون دارید میگید. همش به خاطر مردمه، همش بی احتیاطی مردمه. چرا مردم بهتون اعتماد ندارن؟ چرا حرفتون رو گوش نمیدن؟ شما مقصر نیستید تو اینکه کسی حرفتون رو باور نمیکنه؟ هنوز یه دفعه میکنن یه توطئه کرونا، انقدر بهشون دروغ گفتن کسی باور نمیکنه. ماسک چینی رو کی آورده تو کشور؟ بابا من آورده؟ کی آورده ماسک غیر بهداشتی آورده تو کشور وارد کرده؟ کی وارد کرده؟ من وارد کردم؟ سمای شیمیایی می آوردن برای گیاه و اینا، سمای غیر استاندارد. چی این سما رو وارد میکنه تو کشاورزی؟ چرا هر ایرانی تو خونش در یخچال وا میکنه یه طرفش داروه؟ چرا دارو دکتر، خود دکتر بهت میگه دارو ایرانی نگیر، خود دکتر میگه خارجیشو پیدا کن؟ چرا؟ کی میاره این قرصا رو؟ کی میاره این داروها رو؟ کی مجبه کی مجوز میدید میاره؟ به شیر خوش و من گفتم بچه ما رفلکس معده داشت، یه شیر خشکی بود برای بچه‌ها بود که مثلا اینجوریان، چیز دیگه نمیتونه. شیر مادر میخورد میآورد بالا داشت خفه میشد. تو همین قم من هرچی گشتم یه شب دیدم نیست، من یه دونه میخریدم، یه دونه میخریدم استفاده کنم یکی دیگه بخرم، چون گفتم حالا یه کسی هم بچه‌مونم اینجوریه، چون این دارو هم دارو بود هم غذا، چیزی نبود من برم 10 تا بخرم بذارم تو خونم که درست نبود که. گفتم حالا یه کسی نیاز داشته باشه نباشه، اونم بچه‌ش مثل من بچه میمیره. خب یه روز اومدم همین بعد هیئت بود،
رفتم اینجا تو این چیه فرکه صفایی اون شبانه روزیه، دیدم گفت نداریم. اومدم رفتم این امام رضا فرکه زنبیل آباد، نداریم نداریم نداریم, نداریم. زنگ زدم میثم، گفتم میثم اینجوریه، حالا باباش تو پخش دارو اینست. گفتم دادش، گفت دادش نمیدونم چجوریه، مثل که پخش نکردن فعلا، میخوان گرون شه، میخوان چیش. من شبونه ماشین داشتم، پاشم رفتم تهران، رفتم یه دونه شبانه روزی تهران یه دونه خریدم اومدم. حالا اون که ماشین نداره چیکار میکنه؟ شما از درد نوزاد میخواید نون بخورید، بعد کی جلوتون رو باید بگیره؟ همین دوستمون سردرد داشت، مهندس سرگه سردرد داره، یه سرد یا آمپول رو باید بزنه، سردرد خوب نمیشه، اکسیژن وصل میکنم بهش، یه مدت نبود، به من گفت داداش اینو گیر نمیارم، اصلا یه جوری سردرد میگیره، با کلاشو بزنه تو دیوار. رفتم تهران این ور اون ور، به این زنگ بزنم به اون زنگ بزنم، آقا نیست، آقا پخش نشده. ای مسخره بازیه مگه؟ پخش نشده درد مردم. به یه داروخونه گفتم اون چه قبا وجدان بود، یه ماه بعد بنده خدا به من زنگ زد، گفت آقا این دارویی که دنبالش میدیم، حالا دوستت اومده ها، اومده اگه میخوای بیا بهت بدم. یعنی بنده خدا یه ماه گشته بود پیدا، بعد یه ماه، خب یه ماه این بدبخت از سردرد بعد چیکار کنه؟ دارو که دیگه بابا شما دارو رو درست دست ملت نمیدید. دو قرتونی میتونم از همه باقیه، همش طلبکارانه صحبت میکنید، از شکم سیری صحبت میکنید، تا دو سال دیگه اوضاع همینه، با شماها تا 200 سال دیگه اوضاع مملکت همینه. وقت میبینی کشورهای حاشیه خلیج میگید نمیدونم اینا دین ندارن، خود فروختن، فلان چی ان، واکسنش هم دارن تزریق میکنن به مردمشون، همه کارشون هم دارن درست میکنن. شما وقتی مردم تو مضیقن چه جور حکامی هستید؟ ملتتون تو گرفتاری و بدبختی ان، بعد دعوا سیاسی دارید. مثل که خیلی خوبه داره کردن جناح، از الان دارن دعوا میکنن با ریاست جمهوری، مثلا 6 ماه دیگه، چند یه سال دیگه، خیلی خوبه داره. همتون که به قدرت رسیدید نشون دادید چه کاره اید، سر چی دعوا میکنید؟ خدمت به ما، خب همین الان خدمت کنید. طرف میگه من نسخه اقتصادی دارم اوضاع مملکت، خب الان بگو اینا انجام بدن دیگه. خب بگو نسخه تو، بگو اگه نسخه وایسه، نه یه نسخه تو جیب منه، به من رأی بدید من اینو بیارم از جیبم بیرون. خب اگه واقعا نسخه داری الان بده اجرا بشه، اگه دعوا داری بده درد مردم دعوا بشه، حتما بعد مگه به اسم تو باشه. خدا رحمت کنه محمد بروجردیو، گفته بود بهش گفته بودن که برای حفاظت جون مثلا امام فرودگاه تا چیز بود به زهرا، گفته بود من به یه شرطی قبول میکنم، اون تیم نظامی داشت دیگه محمد بروجردی که بعدا شد فرمانده سپاه کردستان، گفته بود من به یه شرطی قبول، اولا گفته بود من تفنگدار نمیخوام، دارم خودم، نیروهای من هستن، همم درجه یکن، مشکلی نداره، هیچی نمیخوام ازتون، فقط یه شرط دارم. گفتن شرطش چیه؟ گفت کسی نفهمه من این کارو کردم. چرا؟ نمیخوام نونشو بخورم، چون نون داشت اون موقع، نون داشت. یارو از بغل ماشین امام رد شده، بعدم به پست و مقام رسیده، من همونم که تو عکسه دیدی اون بغل رد، اون منم، چون اونجا بوده باید به پست و مقام برسه، رسیدم. گفته بود من میخوام این کار رو بکنم، نمیخوام کسی بدونه، کسی نفهمه من بودم، نمیخوام اسمم باشه. چرا؟ معتقد بودی خدایی هست. آقا شماها یه جوری کار میکنید انگار خدا رو قبول ندارید، انگار آخرتی وجود نداره، رفتارتون داد میزنه خدا نیست، ولو اینکه رو پیشونیتون جای مهر باشه. اینم امر به معروف، حالا صبح علیه ما قیام کنید اشکال نداره. بیایم توی بحثمون، مشکل سوم چیه؟ مشکل سوم در زمانی که شما یک نسخه فرهنگی رو از یه فرهنگی در سالهای دور برمیداری میاری در یک فرهنگ دیگه ای در امروز، و اینو میگی آقا این یه نسخه یه، و بعد میگی مقدس هم هست، تازه دست هم یعنی بهش نزن. این باعث میشه یک عده آدم ها از این نسخه سوء استفاده کنن و اتفاقا مسیر عکس اون نسخه رو برن. نسخه‌ای که در زمان پیامبر مردم رو به سمت تمیزی یک قدم میبرد جلو، امروز تو جامعه ما مردم رو به سمت کثیفی 1000 قدم میبره عقب. حالا ما میخوایم اهداف فرهنگی گذشته، ببین این یه چیزیه که قدیمی نمیشه، میده تو حوزه معارف، این که از منفی بیرحمی به مثبت رحم بیایم، این چیزیه که دموده نمیشه، این چیزیه که مال گذشته نیست، این یک حقیقته که با انسان میاد، همه جا میاد. اما
اگه خواستی این کار رو انجام بدی، یعنی جامعه رو از منفی بیرحمی به مثبت رحم بیاری، در امروز و در فرهنگ امروز باید بیای به فرهنگ امروز این کلمه رو، این حرکت رو، این هدف رو ترجمه کنی. ببین به نسخه اون زمان نباید کاری داشته باشی. نسخه اون زمان اینه که افطاری بده ولو به یه خورما، پوشش به کسی بده. میگه به پوشوندن، برید روایتاشو بخونید. ما کلی روایت داریم که پوشوندن دیگران چقدر ثواب داره، چون جامعه برهنه بود و پول نداشت چیزی بگیره. میگه تو که داری، میگه اصلا یکی داستانهای ایثار پیامبر اینه که یک لباس نوعی خرید داد به یک کسی که کمک پیامبر چیز میکرد، مثلا کنار پیامبر بود. و اینو به عنوان ایثار میگم. بعد الان شما میگین چه ایثاریه؟ این ایثار بوده در اون زمان، چون پارچه کم بود، هم پارچه کم بود هم وسع جامعه کم بود. شما اصحاب صف دارید، کسای اصحاب صفه، کسایی که کنار مسجد النبی نشسته بودن لباس کامل واسه نماز خوندن نداشتن و یه لباس بود یکیشون میپوشید میرفت توی که بتونه ستر عورت کنه، نه اونم یه لباس فلان اینجوری، نه انقدر که ستر عورت کنه برای نماز خوندن که رکوع سجده میره عورتش معلوم نشه نمازش باطل بشه. بعد میومد مثلا یه پارچه‌ای بوده میداد به اون یکی، اون دوباره میبست به خودش میرفت نماز میخون میومد. در اون جامعه واسه اینکه جامعه به رحم بیاد گفته برهنه رو بپوشون، گرسنه رو مثلا اولو به یه دونه خرما ازش پذیرایی کن. شما این دوتا نسخه رو نباید بیاری، اون مفهوم رو باید بیاری، به رحم آوردن جامعه. بعد ببینی امروز در فرهنگ امروز برای به رحم اومدن جامعه باید چیکار کرد. بعد یه دفعه ببینی واسه این که این جامعه رو به رحم بیاری مثلا باید یه کمپینی را بندازی برای محبت به حیوانات که به مردم بگی بابا به حیوان باید رحم کرد، ببین به انسان باید چجوری محبت کرد تو فرهنگ امروز جامعه. پس و اگه نتونی این ترجمه رو درست انجام بدی و نسخه ها رو بیاری، اتفاقا به جای اینکه جامعه رو به رحم نزدیک بکنی به چی نزدیک میکنی؟ به بیرحمی. اتفاقا جامعه رو به جای اینکه از خودخواهی بیاری بیرون، خداخواه کنی، خودخواهش میکنی. کسی که میتونه کار ایجاد کنه به جای اینکه کار ایجاد کنه محرم زونا نظری میده. من نمیفهم یعنی چی. میگه آج آقا میدونی ما چند پرس غذا میدیم ما رمزون، تو باید بری 10 تا کارخونه بزنی ملت بیان کار کنن نون حلال ببرن. تو از تنبلی پولاتو گذاشتی فلان بانک خارج کشور، خیالتم راحت اینجا یه دم و دستگاه واسه خودت داری. واسه اینکه حالتم مثلا من دیدم دیگه شب عید بعضی از این پولدارا، مثلا بعضیاشون، همشون هم اینجوری نیستن، مثلا یاری به من زنگ زده آقا من سری بسته غذای آماده کردم بده. گفتم ان شاء الله عید کجا تشریف داری؟ هاوایی، قناری، کجا میخوای بدی؟ گفتم این بسایی که تو میگی درست کردی معلومه خیلی عذاب وجدان داری، مثل که خیلی جای باحالی میخوای بری. بابا این داره این بسته ها رو میده که اونجا میخواد بره اشغال بش بچسبه، از وجدان نگیده. الحمدلله ما 2000 بسته غذایی دادیم اومدیم آقایی. این که تو رو بیرم که تو باید وایس اینجا کارخونه درست کنی، باید توسعه بدی کارخونه تو، 100 تا کارگر تو بکنی 200 تا، بکنی 10000 تا. امروز واسه این که تو از خود خواهی بیای بیرون، چون دیگه حساب بانکیت که پره، تا قیامت بخوری خودتو اجدادت دارید، نوه‌ها و نتیجه‌ها و ندیده‌ها و نبیره‌ها همتون دارید. تو ایثارت اینه که با این که داری نیاز نداری توسعه بدی 20 تا دیگه بیان سر این سفره. سودش هم ور نداری واسه خود، میگه آقا سودش هم آقا وقف کردم، برید تو مناطق محروم مسکن بسازید، برید تو مناطق محروم مدرسه بسازید، برید تو مناطق آبرسانی کنید. نه که هرچی هم تو مملکت بکنید ور دارید برید. بعد یارو رفته ترچی اموال داشته اینجا خالی کرده، رفته اون ور از اون ور به من زنگ زده داداش من یه آدم مطمئن میخوام پیدا کنم یه مقدار پول بدم به فقرا. تو باعث فقر جامعه ای و اونی که کاری کرد تو نتونی بمونی. اینم هست، خیلی هاشون هم خوشی نزده زیر دلشون، یارو میگه واقعا نمیذارن کار کنیم. بیرحم امروز کسی که در راه کار کردن دیگران چوب لا چرخشون کنه. من تو مغازه وایستادم، دوتا مامور اومدن تو، اولا انگار دوز گرفتن، اصلا دیفالت، یعنی به دیفالت فارسی چیز میشه، آره پیش فرضشون اینه که کاسب دزده و الان با این مجرم دارن برخورد میکنن. دوتا اومدن تو، سند چیزا بیار ببینم. آقا درست، سلام آقا، سلام، صبح بخیر. من داشتم تی میزدم، فکر من کارگر اونجا، من تی زدم چون چیز نکردم، به اون هم مدیر اون که داریم مدیر داخلی گفتم، چون خودم مثلا رو خودم من واسم تی زدم، فکر من کارگرم اونجا، مال خودمه.
من واسم تهی زدم پروانتون کو فلان. حالا داشت گفت آقا دیروز اومدن اینجا پروانه رو هم دادیم قرار شده صادر کنن، یه برگه فلان به ما دادن فلان، برو بیا ببینم فلانو کی اومده الکی فلان. خودش وایستاده بود یه خانومم اومد تو، اون خانومه جذاب بود، مدرکتون رو بیارید ببینم فلان اینا. من خودم خندم گرفت گفتم اینا شاهد از غیب رسید. بعد این اومد گفت مدیر ما گفت آقا چی میگی خانم شما دیگه چی میگی، من مامور فلان جا. بیا گفت آقا این دوتا پس کیان شما اگه مامور فلان جایی. بگو آقا ببین این کیه اون چی، گفت اینا هستن. آقا خب من رفتم، گفت مثلا گفت اینا ول کردن تو خیابون، آقا برید یه جیغه یکی بگیرید. بعد دیگه یارو با ما نام شد، گفتم آقا ببین وضعیت نه آقا ببین چه جوریه. گفت آقا بیا اون برگه رو بچه‌ها آوردن بهش نشون دادن. گفت آقا حل اینا برید خورو. حالا اگه اون خانم نیامد بعد یه ساعت هم به این توضیح، دیروز هم به اون یکی توضیح داده بودی، فردا به اون توضیح میدی. حالا تازه این خوباشن که چیزی اما نخواستن، یعنی چیزی نگرفتم و همینجوری رفتی که چیزی نه مدرک که خواست بهش نشون دادی. حالا از بهداشت میره تعزیرات میاد، تعزیرات میره فر نه که میاد کمکت کنه، میاد چوب لا چرخت کنه. به ما گاز رفتیم بگیریم، گفته بریدم مهندسی چیز، رفتیم مهندسی گفته لوله رو از زیر 2 متر میکنید، زیرش نرم میریزید روش فلان. حالا جایی که 20 بار شهرداری موزاییک کرده، هی کندی موزاییک جدید، موزاییک نفر قبلی، شهردار قبلی، شهردار قبلی، همینجوری هی موزاییک اومده بیرون، هر کی اومده یه موزاییک زده اونجا. بعد آقا همه رو بعد ریختیم درست شد، اومد به گاز میگیم گازو واسه کن، میگه بر چی از زیر بردید، نه این احتمال داره دزدی کنید، ابالا باید ببرید. میگم آقا مهندسیتون گفته، بی خود گفته نمیدیم گاز. آقا زمستون یخ زدیم مردی، نه همینه کس یه کاسبی هم نمیتونه تحمل کنه. یعنی این هم هست، همش هم دلخوشی نیست، ول میکنه میره. ببین رحم در یک جامعه برای این که در جا گسترش پیدا بکنه هزاران نسخه میخواد، برای هر کسی یه نسخه. رحم در کسی که اداریه، کارمند اداره است، یه مفهوم داره. اونی که رئیس اداره است، یارو رئیس اداره است کارو میپیچونه، کرونا میرفت تو اتاق مالها رو شنیدم عوضش کردن، یارو تو اتاق مالی میشست از ترس کرونا، ملت از شهرستان میومدن تهران. من خودم 5 بار رفتم اونجا، گفتن مدیر نیست. آخر سر یکی از کارمنداش من شناخت، گفت خب به من نگی من گفتم، و طبقه دوم تو مالی رفته نشسته. بعد سوگلیا رو کاراشون رو انجام میداد دیگه، ما هم رفتیم تو داد و بیداد و مجبور شد کار ما رو انجام داد، کلا با داد کارت میره جلو. خب تو مدیر این مملکه، حالا بعد چه اینم مثلا عوضش کردن طرف، که خب تو اگه میترسی کار بکنی خب برو خونتون، چرا کار مردم رو لعی میکنی؟ حالا همین آدم میگه ما هیئت داریم، خب هیئت چه ربطی به رحم داره؟ رحم در تو وقتی ایجاد میشه که دلت به ارباب رجوع بسوزه. رحم در پرستار یه معنی میده، در دکتر یه معنی. بعد ما اومدیم گفتیم رحم یعنی به گنجشکا غذا، یارو به گنجشکا غذا میده آدم میکشه. یارو قاتل حرفه‌ای، دیدید این فیلم‌های چیزو، قاتل حرفه یه گلدون داره، هوا گلدونه رو داره، حتی من خیلی دوستش دارم. آدم میکشه، مواظب گلدون گلدون نشکنه. بعد اون لحظه که میخواد منفجر کنه گلدونو میده به دختره، میگه برو شما، برو من میخوام منفجرش. میدونم به یه گلدون رحم میکنی، آدم میکشی تو. چجوری آدم میکشی؟ انقدر دوستش دارید الان ناراحتی دلایی صحبت کردم. مطلبو بگیرید، همینجوری که دارید لوبیا میخورید منبر رو ببین، لوبیا میخورن اینا، خوبه ببین. نه اینجی ما خودمون صبحونه میخوردیم پا منبر آجاقامون، راحت باشید. فقط گوش کنید دیگه، گوشاتون با من باشه، غذا خوردن با شنیدن منافات نداره. شما پا تلویزیون غذا میخورید گوش کنید. ببین داستان چیه، برای اینکه جامعه به رحم بیاد باید به فرهنگ امروز ترجمه کنی رحمو، برای اینکه جامعه به فکر وادار بشه باید به فرهنگ امروز ترجمه کنی. نمیتونی یک نسخه فرهنگی که مال یک جامعه کوچیک بوده در یک جایی، اصلا نه یک جامعه بزرگی. آقا یه سوال بذارید، یه آیه قرآن براتون بخونم. این آیه چی میگه؟ آیه رو گوش کنید همچون که میل میکنید. گوش کنید. ان الذين آمنوا، سوره بقره است، سوره بقره آیه 62. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين
کسانی که ایمان آوردند، از میان کسانی که به پیامبر ایمان آوردند و نیز از میان یهودیان، مسیحیان و سابعین. بعضیا گفتن یک فرقه مسیحیتن که فکر کنم اشتباه میکنن، گفتی از طرفداران از یحیان مختصله کنار رودخانه هم زندگی میکنن. آره میگه اینا من آمنه بالله، هر کدوم از اینایی که گفتم اگه به خدا ایمان بیارن، ولی یوم الاخر و به معاد و عمل صالحن و عمل صالح انجام بدن، فلهم اجرهم عند ربهم، اجرشون نزد خداشون محفوظه، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی چی؟ ببین قرار نیست که یک یهودی برای اینکه آدم خوبی بشه به اصطلاح بیاد مسلمون بشه. میدونی؟ نه. میگه کمالاتی که ما در اسلام دنبال، اصلا مگه اون چیزی که اصلا بذار یه دیگه بخونم ولش کن. نه میخوام مطلبو بگیرین. ببین سوره شورا آیه 13، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. ببین چیزایی که به نوح گفتیم، از اونجوری یه جور دیگه بگم، دستوراتی که نوح به مردم داد با دستوراتی که پیغمبر به مردم داد مگه یکیه؟ یکیه؟ دستوراتی که ابراهیم خلیل، موسای کلیم، عیسای مسیح سلام الله علیهم اینا به مردم دادن با دستوراتی که پیامبر به مردم داد مگه یکیه؟ اما این آیه میگه ما اون چیزایی که به نوح گفتیم همون چیزایی که به تو گفتیم، همونایی که به ابراهیم گفتیم، به عیسی گفتیم، به موسی گفتیم. حرف یکیه، یه چیز گفتیم به اینا، اما چون در فرهنگ های مختلف هستن وقتی اینا خواستن به مردم نسخه بدن، نسخه های چی دادن؟ متفاوت دادن. و نیومدیم بگیم آقا نسخه اونو بریز دور، نه، در اون فرهنگ اون نسخه است، اصلا نسخه اونه، نسخه در اون فرهنگ همونه، باید اون نسخه رو باید بدین که خودش چیزی اضافه نکرده. نمیشه که خدا به حضرت نوح یه چیزی گفته باشه همونم به پیامبر گفته باشه، نوح عشقش کشیده یه جور دیگه بگه پیامبر یه... نه آقا، بعد ببینی جامعه تو در چه فرهنگیه. هدف رو گفتی، قله رو نشون دادی، اما واسه این که مردم ببرن به قله، این بخش از کوه که ما وایسادیم نمیتونیم مستقیم بریم قله، باید از مسیر مارپیچ استفاده کنیم. تو یه جایی هستی که مسیر مستقیم میتونی بری، اون باید بره کوه دور بزنه بره بالا. هدف هممون فتح قله است، اما با این که هدف هممون فتح قله است، اما راهکارهامون برای فتح قله یکی نیست. به من بچه دبیرستانی دادن گفتم بیار بالا، خب اینا جون داره، جوونه، میتونه، یه مربی گذاشتیم بالا سرشون، سریع آماده میشن میرن. به یکی پیرمرد پیرزن دادن گفتم بیار اینا رو بالا، این باید تلکابین بزنه، باید چهار تا مهندس بیاره راهو درست کنه، مثل میشه این کوه خضر، پیرزنام الان میتونن برن بالا، جاده رو درست کردن، هر کی بتونه بره بالا. حتی علکی بهش میگن خضرایی چی نیست، یه کوهی، این بیرون قم بود، آقا شما یادتون نیست ما بچه بودیم میرفتیم، یه کوهی بود بیرون قم بود، به قم مشرف بود، بعضی از دوست اولیای خدام دوست داشتن به معتادا می اومدن، البته فقط اونا نبودن، یعنی همون یه شیره میکشید که هم میومد، همه تو هوا بودن، یه عده تو هوای خدا بود، یه عده تو هوای مواد بود، چرا ما بچه بسیجی بودیم جرئت میکردیم بریم، کسی نمیتونست اونجا بیاد. آره اینجوری، حالا دیگه بعدن درستش کردن، اینجوری شد، هیچ داستانم ساخته بودن، همون بودم پشت کوه های یه موجی واسه میگم اون کوه نمیدونم گروهی بودن داشتن میرفتن اونجا، سنگ شده، این حرفا که قدیم زیاد میزنن، یه سنگی میدن شبیه آدم، میگه این سنگه آدم بوده، بعدن نام چی شده اون چی شده. همون که عباس که اونجوری بوده مثلا. خب حالا حرفم به شما اینه، پس مسیر قله رو به تمام انبیا یه جور نشون، یعنی قله رو به همه نشون دادیم، اما مسیر فتح در هر فرهنگی با فرهنگ دیگه‌ای متفاوته. برای همین شما نمیتونی نسخه اسلام رو از حجاز برداری ببری اورشلیم، نمیتونی این کار رو بکنی، جواب نمیده اونجا.
اونجا یک فرهنگ دیگه ایه. اهداف رو میتونی ببری یا ملت راستگو باشید، رحم داشته باشید، انصاف داشته باشید، خداشناس باشید، کریم باشید، سخی باشید، اینا رو میشه. اما نسخه ها رو نمیشه. و خود پیامبر رو از مکه ببری اورشلیم یه نسخه دیگه میده به مردم اونجا، بردارش ببرش تو نمیدونم مثلا ببر روم. آره اشتباهشون همین بوده دیگه. آخه اصلا شما نها کن، هیچ جنگی که توش کشورگشایی باشه نه پیامبری توش بوده نه امام معصومی، به هیچ وجه، چون اصلا دنبال این کاره نیستن. مسلمان ها از این کارا کردن، مسیحی هم کردن، یهودی هم کردن، زرتشتی هم کردن، چه میدونم بودایی هم همه کردن، همه هم آدم کشتن، همه زیاده خواهی که الان بعضی میگن آقا دین محبت، دین محبت چقدر کشتید تا شدید دین محبت؟ مگه کم از هم کشتن؟ کاتولیکا و پروتستان ها مگه به هم رحم کردن؟ کم از هم آدم کشتن؟ برهمایی ها، بودایی ها کم از هم آدم کشتن؟ سنی شیعه کم از هم آدم کشتن؟ بودایی ها کم آدم کشتن تو کشور خودشون؟ مسیحی های تون رو کم تو آفریقای مرکزی مسلمان کشتن؟ همه این کار کردن. تاریخ رو بخونید، مملو و از این تکفیر ها و کشتن ها و تفسیخ ها و بود. یارو رئیس نم چیه کلیسا بوده، دستور داده دخترهای باسواد همه رو بکشید، نه شیطان درشون رول کرده، چند هزار دختر رو سر بریدن، آتیش زدن، سوزوندن، انقدر سر بریدن که یارو گیوتین برداشت، گیوتین اختراع کرد. حالا یه اشتباهی هم هست میگن گیوتین رو با گیوتین کشتن، اینم یه تصور غلط تاریخی، اینجوری نبوده، ولی انقدر میکشتن خسته میشدن گیوتین اختراع کردن که دیگه راحت باشن، گردن یارو بزنن بالا ول کنن تق کله گیر. یعنی یارو ابزار ایجاد کرده واسه سر بریدن. اهداف رو میشه منتقل کرد به یه جای دیگه، ولی وقتی یک هدفی رو میدی به یک انسان عاقلی به اون فرهنگ ترجمش میکنه، مثل انبیا. وگرنه میگه ما اونی که به تو گفتیم به نوح هم گفتیم. ببین تو ترجمه، حالا همین ترجمه اینجوریش نوشته، برای شما سخنانی را که به نوح سفارش کرده بود و نیز آنچه بر تو وحی کردیم و آنچه به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم، یعنی دین آسمانی را آشکار کرد. یعنی خدا دوتا مطلب نگفته که مثلا به حضرت ابراهیم یه چیزی بگه، به حضرت موسی یه چیز دیگه بگه، به حضرت عیسی یه چیزی بگه، به حضرت محمد یه چیز دیگه بگه. نه، میگه ما یه حرف زدیم، الدین عند الله الاسلام. اسلام به معنای تسلیم در برابر حق، نه به معنای اسلام اصطلاحی. این اسلام اصطلاحی مال 200 سال بعد پیغمبره، مال 100 سال بعد پیغمبره. و حالا جالبه، نها کن، این آیه مال زمان، مال سوره، بذار بیارم، چیه؟ آره نه، سوره 113 همه قرآن تو ترتیب نزول. من چرا اینو گفتی عباس؟ گفتی یاد داشت کنم، من یاد داشت نکنم، یاد داشتش نکنم. بذار بیارمش آیه رو. ها؟ نه آجا، ما اینجا تا حرفت صحبت میکنیم، اشکال نداره. آه غذا خوردیم؟ اشکال نداره. امتن واحد. سوره 113 نذاشتم تو سرچ. خب سوره مائده، ببین داستان این آیه، سوره مائده توی ترتیب نزول 113 همین سوره که به پیامبر نازل شده، یعنی یکی با آخریه. این که گفتم ترتیب نزول مهمه، حواستون بهش باشه،
یعنی جز حرفایی که آخر پیامبر زده. میاد میگه که و انزلنا آیه 48 و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق. آقا داستانی که ذیل این آیه گفتن اینه که یهودیا یه مشکلی براشون پیش اومد تو شریعت خودشون که دو تا پولدارا حکمشون یه حکم سنگینی بود. بعد خب اینا پولدار بودن، هوای رؤسای دینی یهود رو داشتن، اینا تصمیم گرفتن که یه تخفیفی به این بدن، ورداشتن دو نفر رو فرستادن پیش پیامبر، گفتن آقا شما حکم کن، شما حکم کن. پیش خودشون گفتن اگه یه حکم غیر تورات گفت میپذیریم، یه چیز نرمی گفت و اینا ما قبول میکنیم، اگه عین تورات گفت ازش نمیپذیریم. که خدا اینجا به پیامبر میگه میخوای حکم میخوای حکم نکن، چون اونا که اصلا با تو کاری ندارن، بازی داستان، دنبال یه راه در روی دارن میگردن، اونم داستانش که رشوه گرفتن، دو تا پولدار یه خبطی کرده بودن می‌خواستن این بلای سرشون بیارن طبق احکام تور. اومدن پیش پیامبر، پیامبر به چی بینشون حکم کرد؟ به تورات. تو اون فرهنگی، تو اون فرهنگی پیامبر به حکم تورات بینشون حکم کرد. تفسیر المیزان علامه نگاه کنید اینو کامل توضیح داده، آیه 48 سوره مائده. بعدم که میگه ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، میگه خدا اگه میخواد شما رو امت واحده قرار میداد، اما خدا شما رو امت واحده قرار نداده. تو همین اختلاف ها تصمیمات مختلف میتونی بگیری، باعث رشد میشه. چون شما اگه فقط یه تصمیم داشته باشی، یه جاده یه طرفه ای که هیچ جاده فرعی نداره، اینکه شما تو این جاده یه طرفه داری میری پشت سرت هم دیگه نمیتونی برگردی، این که هنر نیست که، نه هزار تا جاده جلوت بازه و حالا داری از جاده مستقیم میری، این هنره. اگه کسی دنبال این باشه جامعه جهانی بشن امت واحده، این بخواد بشر سقوط کنه، بشر رشد نمی کنه. نه، تو همین اختلاف هاست بشر رشد میکنه، اختلاف نسخه هاست، تو همین تفاوت فرهنگی هاست اینا. بعدم دنبال چی میگردی؟ مگه دنبال به رحم اومدن نیستی؟ اون در اون فرهنگ به رحم میاد، در فرهنگ مسیحیت اگه واقعا به اون چه که حضرت عیسی مسیح فرمود عمل بکنه به رحم میاد، اگه واقعا به اون چیزی که موسی کلیم فرموده عمل بکنه به رحم میاد. هیچ پیامبری نگفته ظلم کن، هیچ پیامبری نگفته فکر نکن، هیچ پیامبری نگفته دزدی کن، هیچ پیامبری نگفته بی رحم باش. منتها اون برای اون نسخه، برای اون فرهنگ، برای تو فرهنگ خودت رحم داشته باش، به رحم برس. رسیدی قله رو فتح کردی، تو قله با همیم، تو از اون مسیر اومدی، من از این مسیر اومدم. مهم رسیدن به قله است، بحث نسخه نیست. چی؟ الان بحث قله هاست، چون که اصلا اشتباه کردیم. من دارم میگم اصلا در میگم برای همین گفتم اون چی که به مسیح واقعا نازل شد، اینکه حالا شما ورداری یه مسیح دیگه ای واسه خودت درست بکنی، مگه الان واسه ما یه پیامبر دیگه درست نشده؟ الان 70 و چند فرقه مسلمان همشون میگن پیغمبر همینو میگه که ما میگفتیم، مگه غیر از اینه؟ مگه زمان پیامبر فرقه ای وجود داشت؟ پس چرا الان وجود داره؟ این فرقه ها برشتن قله های متفاوت ترید. نه، من میگم اونی که پیامبر میگه واقعا گفته، قله ای که پیامبر ازش حرف زده، همون قله ایه که حضرت مسیح ازش حرف زده، همونه که حضرت موسی کلیم ازش حرف زده، چون خود قرآن میگه با همه یه چیزی گفتیم. نسخه ها متفاوت میشه، پس لازم نیست در نسخه ها به اشتراک برسیم، لازم اینه که در قله ها به اشتراک برسیم و تو قله هم دیگر رو ببینیم. مهم اینه. حرفم تموم. جان سید، من هم از شخص بزرگی هستی که با وجود ظلمه و تخریبای سخنرانی برمونت دادش.